بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشید. امروز هوا به شدت اینجا گرمه. دیروز با یکی از فامیلا صحبت میکردم و گفتم که به نظر میرسه خدا میدونه ما جهنمی هستیم و داره از حالا اینجا بهمون آموزش میده که جهنم چقدر گرمه. گفت ای بابا بیا آریزونا ببین چه خبره، دیروز 111 درجه فارنهایت. دوستان عزیز، امروز دوشنبه 19 جون 2017 میلادی و برابر است با 29 خرداد 1396. دیگه هر کسی بچه خوبی هم بوده، مدرسه ها هم جیم نشده، بازم فردا یعنی دیگه تعطیلن و میرن دنبال کار یا تابستون یا تفریح و مسافرت. در هر صورت اجازه بدید من باز یه بار دیگه از آقای ذوالفقاری عذرخواهی کنم که اون روز وقتی ما منتظر بودیم که ایشون روی پیام در قسمت فیسبوک، صد قسمتش کردن فیسبوک، پیام، نوتیفیکیشن یعنی آگاهی، هشدار فلان، اون وقتا یه دونه بود، همون همدیگر پیدا میکردیم. حالا صد جا شده، باید تو هر سوراخ سرک بکشیم تا ما میرسیم به این، یکی هم اونجا دنبال ما داره میگرده. در هر صورت بنده خدا آقای ذوالفقاری اون روز روی صفحه اصلی نوشته بودن که من هستم. چیزی که هست این صفحه اصلی، دو نفر که مینویسن پیداست، سه نفر که مینویسه میاد اینو میزنه بالا، چهار نفر که میشه اینجوری میکنه شو همدیگه. خلاصه دنیای عجیب غریبی. خبر خوب این که شنیدم فیسبوک بازارش تقلق شده و مثل که مردم دیگه حوصله همین دو کلمه نوشتن و اینا رو هم ندارن، همش با اینستاگرام. مثلا چلو کباب میخوره، قاشق یاری جلوش عکس میگیره، داداشش میفهمه داره چلو کباب میخوره، ماشینش پنچر شده، عکس میگیره از لاستیک ماشینش پنچر شده. صحبت از ماشین، دوستان خدا نصیب دشمنتون هم نکنه دیگه، شما که جای خود دارین. این کلیدای کوفتی هست، سند آقا میگفت چی آقا این چلو کباب کوفتی به ما میخوای بدی؟ این کلیدای کوفتی که بهش میگن فاب، اون وقتا فاب FOB برای فرش آفتا بوت بود، یعنی اونایی که تازه میرسن بهشون بگن مثلا چی میگفتن، سرباز آشخوری اینها، بهشون میگفتن FOB، یعنی اینا تازه از کشتی پیاده شده. این ماشینای الان از فکر کنم از 7-8 سال 10 سال پیش تا حالا اگر یه وقت کلیدتون گم شد، شکست، اینها بعضی هاشون 500-600 دلار خرجتون میشه. حالا این یکی که ما آشنا داریم و طرف زنگ میزنیم و میاد پروگرام میکنه، گاهی وقتی 100 دلار 70 دلار ازمون میگیره و واقعا چه روزگاری درست کردن. اجازه بدیم ما بریم رو صفحه فیسبوک و هم آقای ذوالفقاری امروز با ما هستن از ساعت 3 تا 3 و ربع 3 و نیم تا هر وقت دلشون بخواد. باورتون نمیشه، من با آقای ذوالفقاری گفتم آقای ذوالفقاری من اون روز یکم هم حالم خوب نبود، چون 2 ساعتم قبلش برنامه داشتم، اصلا از خدا میخواستم که شما بیای و شما صحبت کنی، من یک کمی استراحت کنم. در صورت حالا امروز با ایشون خواهیم بود. اجازه بدین من این صفحه شخصی فیسبوک رو شیر کنم با صفحه مردم تیوی و به این صورت هست: شیر آن پیج یو منیج، این نسیم هم سوربی با مردم. بله، امروز هم باز دوست دیگه ای گوه آی سوربی شما تو برنامهات میگی که آقا این خیلی ساده، برو اون زیر وقتی میاد این برای اولش فلش داره بزن، ولی این لود نمیشه. متاسفانه این مشکلیه که ما هرچی به حمید آقا میگیم آقا این صفحه اول رو سبک کن، ماشالله این جوونا دو تا چی که یاد میگیرن فکر کنن همه دنیا همین دوتاست و فکر میکنن ماها دیگه مغزمون فسیل شده. میگم عزیز من، خب من دارم نگاه میکنم این همینجوری، حالا یارم میاد، حالا یارم میاد، حالا یارم میاد، بالا میاد، این میاد، آقای مارسالی میاد، آقای بابک عربی میاد، آقای تلویزیون پارس میاد، آقای تلویزیون مشیری میاد، ولی مال خودمون نمیاد و مال خودمونم وقتی میاد صفحه اول نمیاد. نمیدونم، حالا صبر میکنیم، امروز دیگه گفت فردا درست میشه و به طرفه طور عین
به یک چشم به هم زدن میاد. حالا ببینیم چه جوریه. البته اگر شما میزان زمان و معیار زمان به چشم به هم زدنه، بعضی وقتا چشمتونه که به هم میزنید یه 10 ثانیه صبر کنید مثل معتادا، بعد یواش بازش کنید ببینید اون زیر پیداست یا نه. اجازه بده من از دوستی تشکر کنم که دیروز زنگ زد و ربع ساعت میگو آقا من از شما ممنونم به دلیل این سادگی، به دلیل این رو راستی. گفت تلویزیون های دیگر رو نگاه میکنی اصلا میفهمی که مثلا طرف رفته نشسته تو حیات خونه، یا یه رادیوی رو گوش میکنی. البته ایشون داشت در رابطه با برنامه آقای چمنارا میگفت، میگفت این دوست ما، این اون خانم نورشید، من اولین بار باش مصاحبه کردم و اینها، زحمت میکشه ولی من نمیدونم چه چیزی تو وجود ما هست که دوست داریم. آقا این دروغه دیگه، این دروغه. قلوف کردن یعنی دروغ گفتن. من مثلا اگر 10 کیلو وزنه بتونم وردارم بگم 100 کیلو دارم قلوف میکنم، قلوف کردن یعنی دروغ گفتن. اتاق کنترل آقای چمنارا رو وصل کن به اینجا. آقا خانم بیا به دوستان بگو آقا من نشستم تو ترکیه، تو انگلستان، تو سوئد، توی جا، ولی با این امکانات محدود دارم تلاش خودم رو انجام میدم. البته شاید حق با ایشون باشه. مردم ما دروغ شیرین رو دوست دارن و حقیقت تلخ رو دوست ندارن. شاید حق با ایشون باشه، ولی من به نوبه خودم از اون دوستی که دیروز زنگ زد و تشکر کرد و اینها ممنونم و ازشون میخوام اگر امکان داره تلویزیون مردم رو هم حمایت کنن. این شیشه ماشینونم پاک کنیم. والا وقتا که بچه بودیم دوست داشتیم عینکی بشیم، خوشتیپ بشیم، دوست داشتیم فوری. من پسر عموم اینجاهاش موهاش سفید شده بود، منوچهر البته بنده خدا خیلی خوشتیپ بود دیگه، چون از این بچه های آبادانی بود دیگه، عمه ما آبادان زندگی کرده بود و اینها، اینم همون تیپ انگلیسی و آبادانی و اینجاهاش کمی سفید شده بود. گفتیم کی میشه ما موهامون سفید بشه. حالا که سفید شده میگین خدایا این چه بلایی بود سر ما آورد. در اصل و اما بریم پیام پتیک رو بشنویم. پتیک جان این پیامت نصف نیمه کاری بود، دلیلش هم اینه این تلفن ها خیلی نمیشه بهش اطمینان کنی. یه وقت شما صحبت زنگ زدی گرفته، ما هم حرف زدیم، بعد شما صحبت میکنی اون یه تیکی اصلا یه جایی داری رد میشی، آنتنی قطعه و فلان. ما همین نزدیک خونمون هر وقت رد میشیم به طرف کاسکو یا همون پرایس کلاب خودمون، هر کی زنگ میزنه بهش میگیم یکم صبر کن ما از اینجا رد بشیم بعد صدا خوب بشه. در اصل اجازه بدین من پیام پتیک رو پخش کنم. بهش گفتم فقط 28 ثانیه بنده خدا پتیک که من فکر نمی‌کنم هیچ وقت به 3 دقیقه کشیده باشه صحبتاش، همیشه کمتر از 1، ماکسیمم کمتر از 2 دقیقه به اصطلاح صحبتاش میکنه. سلام عزیزم آقای ترابی گل، انگلیسی میخونی یا نه؟ انگلیسی نخونی از اینجا اخراج میشی یا؟ بعد خیلی زشته به دوستات بگی من از تلویزیون مردم اخراج کردن به دلیل اینکه انگلیسی بلد نبودم. پریروز رفتم استخر، یا آقای ایرانی جوانی با پسرش نشسته بود، بعد خانمش بهش زنگ زد، خیلی قشنگ، خیلی خوشم اومد، خیلی ازش تعریف کرد. گفت که بله جارو کشیدم، ظرفا رو شستم از بالا تا پایین، شما که اومدی اصلا بیا استخر استراحت کن. گفتم آفرین به شما که برعکس نسل ما پوز نمیدی، نمیدونم نمیگی آقا مرد، مردی گفتن، زنی گفتن، فلان اینها، باری کله به تو. و خلاصه داشتیم چی نقل چی میگفتیم، آها بعد داشتیم حرف میزدیم، به من گفت ببخشید. گفتم نه، به خانم بگو که اومدم اینجا با یه آمریکایی دارم فارسی حرف میزنم. و خانمت هم که حالا متوجه نیست که ما با وجودی که ایرانی هستیم آمریکایی شدیم ولی داریم فارسی حرف میزنیم. خلاصه خیلی خندیدیم و خانواده شاد و خوبی هستن، امیدواریم که اینجا موفق باشن. یه دوتا سوال کرد که آقا من خونه بخرم، یکی بخرم، دوتا بخرم. گفتم قربونتم من هم شیرازی هم، هم خیلی محافظه کار، دست به عصا را میرم. یادتون باشه دوستان یکی از موفقیت های ما ایرانی ها در کشورهای دیگه و آمریکا اون چیزیه که یاد گرفتیم تو ایران
به اصطلاح اون داستانی بود که جیر جیرک و نمیدونم مورچه بود چی بود، اون داشت آواز میخوند، اون داشت باروبونش رو جمع میکرد برای زمستون و بعد فردا زمستون شد و اینها. ما یاد گرفتیم از قدیم سیو کنیم، پسنداز کنیم، و این پسنداز کمک بزرگی به ما انجام میده تو زندگیمون. به این گفتم آقا شما یه خونه بخر، ماکسیمون بیسمنت چی بده کرایه، هر چی در میاری اگه اضافه دو سه سال بذار توی حسابی، یه پشتوانه پشت دست باش. خدا نکرده بری دو تا خونه بخری، یکی هم کلا سرت گذاشته باشه، امروز این یکی بیسمنتش آب بده، فردا یکی توالتش آب بده، میان همه خونه رو ازت میگیرن میرن. بعد قبول کرد، حالا امیدواریم که موفق باشه هر کاری که انجام میده. ما فقط میگیم منان چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه انجام ده از سخنم پندگی خواه ملال. و اما پتیک عزیز بفرمایید. بله 28 ثانیه. که اگر در مجلس فردی مانند امیر کبیر پیدا شود که به فکر مردم باشد، هم دولت از شط العرب یا اروندوز خلاص می شود، هم ملت بیچاره که کار ندارند و مافنگی شدند می توانند مشغول کار شوند، هم عرض دولت از بین نرفت. دستندرکاران هم می توانند با تراشیدن خرج اضافه نان خود را به دست دارند، حداقل مانند سد گفتند نمی شود. موفق باشید. ممنونم. من متوجه نشدم از شط العرب و اروند رود راحت میشن، یعنی میدن به یکی یا میبندنش سد میزنن؟ اینها همینی گفتم، این پیام شما از نیمه بود. در صورت دوستان عزیز، خانم فرنوش عقیلی زحمت کشیدن ویدیوی شماره 21 نمیدونم 22 رو هم درست کردن فرستادن، ما هم خیلی زحمت کشیدیم ضبط کردیم. متاسفانه ویدیو خوبه ولی صدا از پشتش، مخصوصا این دفعه آقایی چون صحبت میکنه، چون محل کار هست و اینها، به نظرم قابل پخش نباشه. و یه ویدیوی دیگه درست کرده بودن که من و شما رو میبرن به محیط کارشون، خیلی قشنگ بود. وقتی گذاشتمش روی فیسبوک، بعد نمیدونم برش داشتنش، نمیدونم یوتیوب اشکاری گرفته، در صورت بعد که زدم دیگه نبود. ببینید علی آقا چی میگه. جناب صحبی، این آرم زنده و تیم دقیقا روی صورت شماست، میشه کنار صفحه گذاشتش؟ نمیدونم والا، عب نداره. حالا من هیچ وقت متوجه نشدم، فکر کردم اینو فقط برای من میذاره و برای شماها نمینویسه. حالا عب نداره، بالاخره یه چیزی هم چسبوندن رو پیشونیمون. دیدی مثلا میری یه جایی میگه آقا فلان اینا، میگه آقا اینجا رو پیشونی من چیزی نوشته، مثلا نوشته احمق، ساده، مشنگ، که اینجوری میخوای کلک بهم بزنی. خب پیام پتیک رو براتون گذاشتم، چون نیمه کاره بود ازش خواهش میکنم دوباره بگه. آقای سهراب چمنارا این مصاحبه ای رو که گفتم و اون دوستمون چیز کرد، به اصطلاح بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم. سهراب چمنارا مصاحبه کرده با یه رادیویی و فکر کنم رادیوی جوانان امروز. ایشون وقتی همین رادیو را انداخت، دوستان این روزها شما با تلفن دستیتون میتونید تلویزیون داشته باشید، رادیو داشته باشید، هر کی هم میخواد حالا یا خودش را بندازه یا اگه نخواست با یه مبلغ خیلی کمی. باز هم من افتخار میکنم که میگم یه مبلغ کمی میگیرم یه کار انجام میدم، نه دزدی میکنیم نه هیزی. شما برید دنبال اونایی که دزدی و هیزی میکنن. در رابطه با دزدی و هیزی، آقای فضائل عزیزان، آقا اسم به این قشنگی و یونیک، چرا اومده عوضش کرده؟ تو چون وقتی هم میذاری فرزاد، باز آمریکایی‌ها حالا یا بهت میگن فری یا بهت میگن فرد یا anyway. آقای عزیزان نمیدونم، فکر کنم این دفعه یه پول حسابی بهش دادن که حالا که اومده و رفته و متوجه هم شده همه این دوستان سلطنت طلب بودن، و بعدش هم دید آقا رضا پلوی هم رفت اونجا، و بعدش هم دید فخرآور هم با اون بوده، یعنی فخرآور هر کسی رو نتونسته از طریق خودش دعوت کنه بعدا دعوت کرده. حالا همه اینا که میگیم ما دوستان، یه 7 نفر بودن، یه 9 نفر، یعنی 16 نفر. شما اینجا تو خیابون، میگم تو استخ، اگه یک کلمه صحبت کنی 20 تا ایرانی نگاه میکنه. اینا بعد این همه مدت، آقای عزیزانم حالا خیلی صحبت میکنه، زحمت کشیدن ماها، انگار که میخواستن کنگره رو بسازن، درش هم درست کنن که بیان تو، فلان اینا 9 نفر رفتن نشستن اونجا، طرحها و برنامه‌هایی دادن. ولی جالبش اینه، اولا آقای عزیزان
لطف کن به من بیا بگو تلویزیون ما پارتیزانیه یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی داری صحبت میکنی اگه اینو میزنی به میکروفون تق 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 صدا میده، به جایی که بگی ببخشید نباید این کارو میکردن، همین بگی تلویزیون پارتیزانی درسته؟ اوکی. بعد توضیح میده رفتیم و اینجوری، و اون آقا 16 صفحه هم آمد صحبت کرد هم 16 صفحه گذاشته که با این 16 صفحه ایران آزاد میشه چنین و چنان، و داره یه جوری توجیه میکنه که برای آزادی ایران ما حتما باید از آمریکایی، از روسیهی، از یه کشوری کمک بگیریم. من ازش پرسیدم دوست عزیز، اولا شما این برنامه که نوشتی با این چیزایی که داری میگی اصلا کاری به هم نداره، تایتل یه چیز دیگه میگه، به قول معروف گندم نمای جو فروش شدی. ضمناً شما پلن برنامه به قول آقای فخرآور اون رودمپ نقشه راه چیه؟ قرار شده شما از اینجا که رفتید چیکار کنید؟ یادم توی جلسه آقای ماسالی شد مثلا مسئول فرکسیون فلان ویسا، 3 سال بعد از پرسیدم آقا شما که مسئول اون فلان فرکسیون هستید چند نفر رو جذب کردید؟ الان بیاره دفترتون ببینیم چند نفر داخلشن. اصلا خودشون هم خندهشون میگیره. ولی یک نکته جالبه، آقای عزیزان گفت که آقای ذوالفقاری برای من پیام گذاشته و میدونه که من الان رو ایر هستم، امیدوارم که اتفاقی نیفتاده باشه برش. در هر صورت آقای ذوالفقاری من الان رو ایر هستم با فیسبوک و اینها، اگه برام بنویسی ممکنه بتونم بخونم، ولی پیام رو تلفن اینا نمیتونم بگیرم. آقای سوروی آرم زنده و نمیدونم چی کار کنم. علی آقا تا الان هیچ کم به من اینه نگفته بود که این آرم زنده یه لایو فیسبوک میاد رو پیشونی ما قرار میگیره. بذارید ببینم یک راهی داره که برش داریم یا نه ولش کن فعلا دستش نزنیم بهتره. خب چی داشتم میگفتم؟ آهان، آقای عزیزان توضیح میده که اینجور و اینجور، و یه تیکه نواره صحبت‌های آقای شهرام همایون میذاره. شهرام همایون چون یه نشستی قراره از طرف حزب مشروطه، میدونید که پسر عموی ایشون یا عموی ایشون اون آقای داریوش همایون یک کاره حزب مشروطه بود، اینا نمیفهمن بابا این قانون مشروطه اشکال داشت. بعدم شما که سلطنت طلبین، دو تا پادشاهی که قانون مشروطه رو زیر پا گذاشت، یکی رضا شاه، یکی پسرش محمد رضا شاه، حالا شما اومدید دنبال این سومی که اصلا طبق اونا همه اینا غیر قانونی هست، طبق اونا همه باید قاجار باشه بمانه. آقای شهرام همایون میگه اینا یه چند نفر بلند شدن رفتن تو کنگره که تو مسترا، تو خلا، تو توالت همدیگر رو ببینن برای ایران تصمیم بگیرن. اینو داره میگه که یعنی این بند خدایی که زحمت کشیدن رفتن اینا رو پودم کنه بیارتشون پایین، ولی بلد نیست که آقا خیلی از این میتینگای مهم، حتی میتینگ آقای خاتمی و آقای کلینتون قرار بود توی سر راه دستشویی که دارن میرن و میان، همون مثل کوچه های قراهشتی هست، اون بگه آقا داره میاد، اون بگه داره میاد، اینا روبرو هم هر کی گفتن دیگه وایسن تموم کنن. ولی آقای همایون، حالا که آقای فخرآور رفت کنگره، حالا که آقای سینا دبستانی رفت کنگره و شما به این دوتا پریدی و گفتی نخیر آقا ما خودمون دست بالا میزنیم درستش میکنیم و اینها، حالا بعد از همه اینها که هر جا عاشق کچلک فراشه آرزا فراش تنبل پلویی بلند شده رفته کنگره، من میخوام ببینم شما چی میگی درباره آرزا و رفتن کنگره. باز صد رحمت به اونها، اونها رفتن با 4 تا اقلا آدم تر صحبت کردن، این که رفته با دیوانه جان مککین 80 خورده ساله که اصلا دیگه یادش نمیاد دیروز چی خورده، صبح کجا بوده، یادش نمیاد دیروز به مجاهدین چی گفته، این دولت حکومت آینده ایران قول داده به مجاهدین امروز میخواد به شما بده. دوست دارم ببینم آقای همایون چی میگه. میگه که روی صفحه فیسبوک من واژه لایو سر جای خودش است و نه روی پیشونی شما. علی آقا این انگشتت مثل صمد آقا، ببر بذار اونجایی که نوشته لایو اینجوری تکونش بده ببین درست میشه، یا تلفن تو بچرخون شاید اینجوری داری نگاه میکنی، ما اینجوری پخش میکنیم، گاهی وقتا باید یک کاری انجام بدی و امیدوارم درست بشه.
آبهای بطری حتما دیدید که من بارها در رابطه با اینایی که دیگه خیلی نه دیگه ما اینو نمیخوریم اونو نمیخوریم ارگانیک باد باشه، بابا بشر این همه زحمت کشیده که کود شیمیایی و فلان و اینها درست کنه، اگه نشده بود ما همه از گرسنگی همدیگر رو میخوردیم. الان توی جایی توی زمینی 10 برابر 20 برابر سالهای قبل مواد کشاورزی و اینها تولید میکنن و به این دلیل هست که بشر با گرسنگی مواجه نیست. البته این گرسنگی که میبینید تو آفریقا، تو سومالی، تو کشورهای دیگه، این مصنوعیه. این کشورهای پولدار و اینها حق اونا رو دارن میخورن. بمانه یه فیلمی رو آقای تیمور گلچین گذاشته بود و این درباره آب دیدید هر کی تو خیابون رد میشه طرف اومده بغل استخ یه بطری اینقدی آب آورده. آقا حالا میدونی شما شناگر ماهری هستی ولی هیچ وقت آب نمیخوری، ولی عزیزم وقتی میری تو آب این بدنت آب رو میگیره، اون موقع اونجا آب احتیاج نداری. الان جواد یه دوستی داره فوری برام میگه که آقا در استخ بیشتر آب احتیاج داری چون بعضیا در استخ جیش میکنن. من همون روز تا رفتم گفتم بابا جون شما چرا مثل اروپا نمیذارین مردم، یعنی مجبور نمیکنید هر کی میخواد بیاد تو اول بره زیر آب. خدا یادش بخیر آقای فروزنده بود یا فروزانفر بود تو شیراز، امکان نداشت. ما می‌خواستیم در بریم، میگه بیا اینجا از زیر این آب رد بشه. همون زیر آبی که رد میشی زیر آب خودت هم زده میشه. وقتی میری تو هم توی چیز اینجا طرف میاد عرق کرده، بچه‌هاش هم آورده، چیزاش هم گرفته دستش، با پیرنش میره تو آب. آقا میگم خدایا این آمریکا هم یه کمی مثل ایران خودمونه، پیرن پر عرق، بدن پر عرق، حالا گرمت شده تا رفت توی آب با این هیکل لابد زیرا به خودت هم ول میشه. خب چی میگم خدا. دوستان عزیز چهارشنبه با آقای رضا مشایخی هستیم. آقای رضا مشایخی بچه کازرون و ممسنی و استان فارس و خودش هم لطف کرده بود روی فیسبوک نوشته بود که من با تلویزیون مردم هستم و ببینیم که ایشان چی میگن. آقای عزیزان شرکت در نشست واشنگتن را توجیه میکند و همونجوری که گفتم برنامه ایشون برنامه پارتیزانیه. من یادم افتاد عزیزان به این آقای منوچهر، دکتر منوچهر گنجی، یه فیلمی ازش هست وقتی حزب رستاخیز رو درست کردن. گویا اینا خب میدونید که دکتر منوچهر گنجی طرفدار حزب یعنی جبهه ملی و دکتر مصدق و اینا بوده، بعد فامیلای فرع بوده دهنش میبندن میگن آقا خلی، بعد وقت میخوای بری تو مخالفا میندازیم زندان، به این ور داخل موافقا خونه گیرت میاد، شغل گیرت میاد، اینم میاد. بعد توضیح میده میگه این حزب رستاخیز که حزب رستاخیز نیست که مثل کشورهای دیگه تک حزبی، این حزب رئیس شاهنشاه آریامهره. من نمیدونم آقا گنجی واقعا خجالت نکشیدی؟ حالا نمیدونم اون موقع هم دکتر بودی یا نبودی، ولی این دکترای ما هم ببخشیدا بی خود نیم. من به طرف میگم آقا به من نگو استاد. البته خانم شایسته الهامی نوشته من برای شما اون بالا نوشتم استاد که یکم اذیتت کنم. خیلی ممنون، متشکرم. بازم از شما ممنونم که وقت میذارید مقالاتی رو که برای ما خوندنش مشکله به خاطر انگلیسی چون مشکله ولش میکنی، شما میای با فارسی ترجمه میکنی و به ما این فرصت رو میدی که ما بفهمیم دیگران درباره ایران چی مینویسن. از این بابت من متشکرم. و دیدید من میگم مقاله ها رو معمولا همون پاراگراف اولش رو میخونم، ولی مقاله شما اینقدر جالب بود که من همه رو خوندم چون همون موقع میخواستم یاد بگیرم. حالا یه نامه‌ای که ایشون نوشته ازشون اجازه گرفتم پخش کنم، اون رو هم میخونم. ولی بریم سراغ آب بطری که این دوستمون تیمور گلچین. های گلچین شما هم اگه دوست داشتی میتونید ویدیو درست کنید، میتونید صحبت کنید از چیزایی که مایل هستید. اینجا میگن تاپیک، موضوعات دلخواه و الی آخر. دوستان عزیز من میبرمتون روی صفحه فیسبوک آقای تیمور گلچین و خودتون این ویدیو رو که درباره آب و این بطری های آب صحبت میکنه ببینید با هم. Okay, so the point of this video today is we've bought a bunch of bottled waters and we're going to go ahead and try them out today. توضیحش من براتون خیلی خلاصه بدم. میگه که ما یه سری بطری های
آبایی که تو بطری هستن خریدیم، از این گرون، این ارزونتر، این از اون، و همه رو هر کدومش یک مقدارش ریختیم توی این که همه یک رنگ باشن و شما ببینی، چون اگه تو این بریزی مثلا این شیشه شیرنگی اینا. بعد به همکارش که حالا یا دخترشه یا بچهشه هر کیه میگه چند قطره میدونی تو آزم توی آبای استخرم، میگه اچ پیش رو امتحان کنیم و اینا، میگه چند قطره بریز توی این آبا که ریختیم، بعد میگه اینها هر کدومش رنگ آبی بشه بده، هر کدومش زرد بشه حتی مثل سمیه، و اگر سبز بشه یعنی پی اچش نرماله. و در کمال تعجب، البته ایشون تعجب نمیکنه، منم تعجب نکردم، اون آبی رو که از آب شیر یا آب لوله گرفتن اون بهترین آبه. ولی دوستان یادتون باشه اول ببینید تو کدوم منطقه هستی. اگه شما تو منطقه فلینت میشیگان باشین، آبی که ازش میخورین اون یه مقداری سرب و یه مقداری چیزای بد داخلشه، حالا نه چه این سرب رفته تو چیزای بد، در هر صورت مواظب باشین. این خلاصه این که آقای تیمور گلچین لطف کردن و فرستادن اینه که همه آبا رو امتحان میکنه رنگی میشه، ولی این آخر که یه لیوان از آب به اصطلاح آشپزخونه، از شیر، از فاسد، از لوله گرفته و آب شهر هست، میگه بهترین آبه. بفرمایید اینجا میبینید این موادی که میزن توش امتحان میکنن، این یکی ایرنگی شده، بازم میگه این نسبت به اونایی دیگه خوبن، ولی بعضی هاشون زرد شدن، میبینید اینایی که زردن، و میرسه این آخر، اون آخری میگه نگاه کنید این سبزه و این خوبه. و من خودم هم شنیده بودم مخصوصا در رابطه با آب فیرفکس کانتی، میگن که آبی که اینجا هست آب سالم و خوبیه، و این آبهای بطری یه اشکال دیگه که داره شلف لایفشه، یعنی این آبو اگر کارخونه گفته 3 ماه میتونه درش بسته باشه توی این قفسه باشه، اولا این تا اومده از این ور و گرم شده، سرد شده، شبا که اون فروشگاه مثلا تعطیله، خدا میدونه اونجا تمپریچر چقدر میشه، یا اینا رو قبلش کجا نگه میدارن پشت استوریجشون گرم بعد میارن اونجا، میگه اینها باکتری میزنن، چون هواش که خالی خالی نمیشه که، دیدید اینقدرش بازه، میگه شما اینو همینجوری بذاری اونجا شروع میشه موجودات و اینها درست میشه، و این بیشتر به قضیه داروین ما رو نزدیک میکنه تا اینکه شما یه لیوان آب بخرید بذارید اینجا، بعد خدا چجوری فهمیده شما میخوای اینو بذاری که کپک بزنه و باکتری بزنه و نمیدونم از این چیه، اینجوری مثل بچه ماهیه چیه درست میشه. خب و اما آبهای بطری آقای عزیزان رو هم گفتیم. یادتونه اون اوائلی که ماجرای روسری و اینها اومد، یه عده نادان تو خیابونا شعار میدادن یا توسری یا روسری، و آفرین به خانمها که اون موقع از مردها زودتر دوزاریشون افتاد و رفتن تو خیابونا و اینها، و باز هم خجالتش برای ما مردا که اگر وقتی اینا رو به چیز راه نمیدن به ورزشگاه ها فلان، اگه ما هم نریم بالاخره چیز میشه دیگه، مجبور میشن همه رو راه بدن. ولی اینو من به شما نشون بدم، وقتی که یه قانون مسخره بذارن یه جا، اجرا کردن اون قانونم خود به خود مسخره و خنددار میشه. نگاه کنید اینا از نمیدونم آلمانه، از کجا رفتن. آقا حالا یکی اومد اونجا مهمون شما هست، چون شما صاحب خونه هستید، هر بلایی دلتون بخواد سر اینها نیارین. یا این خانم، حالا قیافش که من درست نمیبینم، ولی سوفیا لورن که نیست که، عینک زربینی از من کلفته، دماغش از تمام ما ایرانی ها درشته، اینقدر موهاش هم پیدان، ولی برای این باقی موهاش ببینید شما چی کار کردید. روسری و اینها نداشتن، آمدن یه پیرن مردونه انداختن سرش، این یقش ها، این یقش، بذارید نزدیکتر بهتون نشون بدم. ببینید دوستان، آخه این چه مسخره بازی که سر خودتون میارید. او و آقای روحانی میاد اینجا، خانمه آسینش لخته، نمیدونم موهاش لخته، میشینه باهاش مصاحبه میکنه. یعنی یه چیزی گفتین حالا توش موندین که چه غلطی بکنین. آخه این چیه کردین طرف سر این زن بیچاره؟ البته خود اونم لابد یه پول خوبی گیرش اومده که اومده حاضر شده تن به این چی میگن دریوزگی میگن چی میگن بدبختی بده.
و اما یه دوستی 3 پیام دیروز گذاشته، ماشاءالله همش هم 3 دقیقه، یه پیام امروز گذاشته اونم 3 دقیقه. و باور کنید اگر به حرفای من گوش میداد میتونست مثل پتیک این پیام رو تو 1 دقیقه ماکزیموم تو 2 دقیقه تموم کنه. ایشون میخواد یه دوربینی بذاره مثلا از اونجایی که زندگی میکنه برای ما چی نشون بده. یه دفعه من گفتم مواظب باش که حریم خصوصی کسی رو شما بهش به اصطلاح چی نکنی، تجاوز نکنی، مثلا دوربین تو با یه چیزی نگذاری خونه بغلی پیدا باشه. گفت استخ. گفتم آره اون کسی که میاد استخ درست جای عمومیه، ولی فکر نمیکنم راحت باشن که من و شما این ور دنیا بیان بشینیم، مثلا این خانومه با بچه‌ش حالا رفته تو آب، دیدی طرف از آب میخواد بیاد بالا یکم کرستش میره پایین و ول کنین. حالا چه احتیاجی دارید شما به اینقدرم پول خرج کنی؟ $800 بعد عزیز من $800 نده. این دوربین ها این روزا $30 $40 بهترین دوربین، باور کن این دوربینی که من اینجا دارم $4000 یه زمانی پولش دادم، البته بنده خدا کار کرده اندازه 2 برابر خودش به هم سود رسونده، ولی امروز یه دوربین $200 کیفیتش بهتر از اینه و آپشنایی که داره بهتره، دیگه نوار نداره، دیگه مموری نداره، از این وقت همه HD های دفینیشن نکن آقا اون خرج. شما ببینی شما اصل ماجرا رو ول کردی که اینه که ببینی مثالای خوبی هم زدی، گفتی که شوهر خالد یه مثالی زده گفت اگه میخوای شربت آب لیمو درست کنی احتمالاً شیرازی بوده، باید آب لیمو داشته باشی، آب داشته باشی، شکر هم داشته باشی و اینا رو به اندازه بریزی، چون اگر شکرش زیاد باشه طرف از شیرینی نمیتونه بخوره، اگر آب لیموش زیاد باشه از ترشی نمیتونه بخوره، و اگر شکر و آب لیمو هم بریزی آب نداشته باشه که نمیشه شربت آب لیمو. شما دوست عزیز به جای این همه تلگرام 200 برای من فرستادن، بشین 2 دقیقه یه فیلمی، الان که دیگه فیسبوک هم آمدی با فیسبوک درست کن بفرست بیاد، بذار من الان این خانم چیز باید نشون بدم، خانم فرنوش، واقعا فرنوش اسم یکی از دوستای ما تو آلمان هست و دیدم حالا ماشاءالله خودش مادر شده و دختر و اینها. نگاه که عزیزم این خانم نرفته دوربین 1000 نمیدونم چی بگیره، احتمال زیاد با تلفن آیفون داره درست فیلم برداری میکنه. ببین اون پشتش هم حالا که دیگه خودشون گذاشتن ما میبینیم، من به شما میگم این آرایشگاه، ببینید این شامپو و مامپو اینها، اینجا هم این صندلی آرایشگاه و اتفاقا گفتم یه فیلمی هم درست کردن از اون. ببین یه صندلی این کورنر این گوشه گیر آورده رفته نشسته فیلم پر کرد. شما باید بهتون گفتم از کمترین امکانات به اصطلاح بتونی بیشترین نتیجه و بهره رو ببری، بعدم مردم قضاوت بکنن، بعد هی یکی یکی که میری جلو بهتر میشی. ببینیم این دوستمون بهرنگ چی میگه. آقا سوید در مورد رفتن آقا رضا پهلوی به کنگره حرف بزنید، قربونت برم مگه این تلویزیون رضا پهلویه که یه کار به این کوچیکی که انجام داده بیان بزرگش کنن؟ این مرد ناحسابی بلند شده رفته اونجا دست گدایی دراز کرده، چه حرفی بزنم؟ آقا بهرنگ من از شما سوال میکنم، اگه آمریکا این بلاها رو به سر شما بابات خونوادت آورده بود شما میومدی آمریکا؟ اگه شما جنوب فرانسه خونه داشتی، زمین داشتی، سوئیس زمین داشتی، پول داشتی، زندگی داشتی، اعتبار داشتی، آشنا داشتی، فامیل داشتی، می اومدی آمریکا؟ آقا این مرد ناحسابیه، این آدم تنبلیه، این آدم دروغگویی هست. و چی بگم؟ رفته اونجا با یه دیوانه تر از خودش، اونم حتما گفته بله 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 شما میشی شاه، بعد میشی شاه شپشاه که به خودت هم بگی شاهنشاه. چی بگم؟ در رابطه با این شاه و شاهبازی و اینها ما یک ویدیویی گذاشتیم از همین آقا رضا پهلوی که سال 2001 با آقای احمد رضا باحالو تو فیسبوک هست، برید نگاه کنید توی همین صفحه دیگه، خودم هم یادم این صفحه مردم تیوی یا صفحه سوربی، حالا دیگه سعی میکنم دو جاش بذارم، ما هم خواستیم صفحه سوربی رو خودمون شخصی نگه داریم، صفحه مردم تیوی چیزایی که در رابطه با بیزینسه، ولی گاهی وقتا دیگه نمیشه.
آقای رضا پهلوی آمده مصاحبه کرده توی وایس آف امریکا و اون موقع با آقای بهارلو میگه که الان یه خبرایی هست، ببینید الان یه خبرایی هست از همین خبرها که من نمیتونم از این آنتن اعلام کنم، به زودی تو دو سه ماه آینده شما این خبر رو خواهید شنید. و یه دونه از این از احمد رضا بهارلو گرفته که همشهریم هست تا دیگران که شاه اللهی شاپرست هستن تا آقای مسعود صدر، یکیشون نرفتن به این مردک دروغگو بگن آقا تو که گفتی دو ماه سه ماه پیش، الان 20 ماه 30 سال گذشت، چه غلطی قرار بوده بکنه، چه کسی به چه قولی داده، بذارید بهتون نشون بدم. اینا نمیفهمن دیگه، عصر نمیدونم شاویز ویزک نیست که تو هر غلطی دلت میخواد بیای بکنی و بیای بگی کسی اصلا یادش رفته باشه. البته ناگفته نماند، دوستان ایرانی، دوستان ایرانی مموری خوبی ندارن و زود یادشون میره. بذارید من اینو براتون بیارم اینجا نشونتون بدم. سلیکت ایریا، الان تو صفحه مردم تیوی هستیم، کامرای دو، و این رو هم آف کنم که هی نپره بالا نپره پایین. خب بیا، خب حالا یه چیزی علی آقا، اون روز تا الان شما ما رو اینجوری میدیدی که لایو روی صورتمون بود یا تلفنت عوض کردی؟ اگه تلفنت عوض کردی اینجوری شده، خب با خودت جا به جا، شما که ماشاءالله مهندس عمران هستی میدونی، باید بدونی که ما اینجا چیزی رو تغییر ندادیم، شما اونجا یه چیزی رو تغییر دادید و این تغییر باعث این شده. اولا چه خوب شد که اینم آمد، نوشته جنگ یعنی پیرمردان حریص جوانان را میفرستن تا کودکان و زنان بیگناه را بکشن، و شما میبینید اینجا تو مجلس نوشتن War is greedy old man. Greedy یعنی خسیس، همون حریص که گفته بالاش درسته. بعد sending naive young boys، اینا رو میفرستن جنگ، و ببینید حاصلش هم این پایین کشیده که to kill innocent children، تا بچه های بیگناه رو بکشن. حالا میایم میریم پایین، میرسیم به آقا رضا. دوستان یه صلوات بلند به آل محمد رضا شاه بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا این آل رو اینجوری در به در کردی، ولی یکم هم عقل بهشون بده. رضا پهلوی گفت اگر کار ایرادی نداشت که انقلابی پیش نمیاد. اینو با هم گوش بدیم. یعنی دوستان این موقعی بود که آقای رضا، آقای بهارلو، آقای چیز اینا میمدن تلویزیون رنگارنگ، حتی ویدیوهای وایس آف امریکا رو که من یادم نیست اینا قانونی بوده نبوده، به یه صورتی میگرفتن میآوردن میدادن تلویزیون رنگارنگ، چون قرار نبود چیزای وایس آف امریکا توی آمریکا پخش بشه، ولی ما ایرانی ها که قربونت برم قانون سرمون نمیشه. بشنویم با هم ببینیم این آقا رضا خوشخیال چی میگه. اجازه بدید با تلفن اول از تهران شروع کنیم. بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام به شما. سلام، سوال بنده از آقای پهلوی اینه که آیا در زمان پدر شما دموکراسی در ایران برقرار بود؟ اگر بود چرا مردم انقلاب کردند؟ یعنی آن که مردم نمی‌دانستند دموکراسی هست. و اگر در زمان پدر شما دموکراسی نبود، چرا امروز شما به عنوان پسر ایشان حرف از دموکراسی می‌زنید؟ من مدعی نیستم که شرایط سیاسی کشور در اون زمان کاملا دموکراتیک بود، به همین علت بود که خودم گفتم بحران سیاسی به خاطر عدم پیشرفت کافی در زمینه آزادی‌های سیاسی بود، در ارتباط مستقیمش با مسئله دوستان شاهپرست. این بچه شاهه میگه اشکال بوده بحران سیاسی اجتماعی ما به خاطر عدم آزادی‌های اجتماعی بوده، فهمیدید؟ این دیگه کسی هم ننوشته بذاره جلوش، آقای حسین نصر، آقای نمیدونم فلانی، خانم فرح، این توی دفتر وایس آف امریکا یا آمریکا توی واشنگتن نشسته داره میگه. بشنوید. آزادی های اقتصادی، و ما این که اگر فرض این همیهن من این هستش که من بسی قضاوت داجب ایشون رو بر اساس کاری که پدر و یا مادر ایشون انجام دادن قرار بدم، یا اگر به پدر ایشون یا مادر ایشون اعتماد میکردم الزاماً بس به ایشون اعتماد بکنم، چنین حرفی منطقی نیست. خب غلط کردی، پدر سوخته، دروغگو. اگر اینجوری نبود چرا بابا بزرگ تمام نوا و نتیجه های قاجار رو
بر اساس قضاوت باباشون. بعد شما یه فیلمی از اینجا برید ببینید راجب مداف، ببینید پسرش از بس مردم باهاش بد رفتاری کردن خودشو کشت، اون پسر دیگه سرطان گرفت مرد، برای که باباه پول مردم رو دزدیده بود رفته بود. دوستان اگه یک دلیلی امروز میبینید این خانواده پهلوی دم در آورده و سرش رو از تو سوراخ ها آورده بیرون، دلیلش بد بودن این آخونداست. یعنی من همیشه گفتم از آخوندا بیشتر بدم میاد از روزی که این پهلوی ها دوباره اومدن از سوراخ بیرون، و حالا چون این آخوندا کفن دزد دومی هستن، هم کفن پدرتون رو میدوزن هم کسافت میکنن، میگه ببینید پدر من چقدر خوب بود، فقط کفنتون رو میدوزید. حالا ما باید بگیم آفرین به کفن دزد اولی. حالا جالب اینه، خانم نیر خواهر من دوست خوب برنامه ها، با وجودی که میگه من از رضا پهلوی دل خوشی ندارم، ولی چون یک دلبندی دلبستگی و علاقه ای به سلطنت داره، حمله میکنه حالا به این آقای رضا پهلوی، میگه اگر مردم اون موقع ناراضی بودن و شورش کردن، چرا حالا که نارضایتی اینقدر هست شورش نمیکنن؟ من برای ایشون نوشتم که خب مارگزیده از ریسمان سفید و سیاه میترسه، و یه وقت هست که یه خانواده خواهر شما، خواهر بنده، با شوهرش مشکل داره، دعوا داره، هر کی هر چی بهش میگه بابا بساز فلان، نمیگه نه، طلاق میگیره میره شوهر میکنه، شوهر بعدی پدر و مادرش در میاره. خب شما چرا نمیگه چرا حالا باز یه بار دیگه طلاق نمیگیره؟ دیگه میدونه از این طلاق گیره یکی دیگه بدتر میاد. در صورت مهمان من باشید. و جالب اینه که خود خانم نیه بعد برای من نوشته که خب مردم به این نتیجه رسیدن که باید همون چیزی که اصلاح طلبا میگن و همون چیزی که آقای عزیزان میگه اصلاح طلبی خوب نیست و اینها، آقای عزیزان اصلاح طلبا رو قبول نداری یعنی شما برانداز هستی. آقا برنامه براندازی چیه؟ از آتلانتا میخوای ترقه بفرستی ایران؟ چجوری میخوان؟ شما من نرفتید نشستید تو کپتا، بیا بگو برنامه‌تون چیه. شما باید حالا بعداً 9 تا قدرت بشینید یه برنامه رو که قبول کردید تبلیغ کنید، نیرو جمع کنید، نه اینکه بیای بگی اون یکی که طرفدار اصلاح طلبی هست چی نوشته، اون که مقالش میاد ما میخونیم. و الان میگم بیشتری ها به این نتیجه رسیدن که بشر ذاتش اصلاح طلبه. اگر اصلاح طلب نبود، وقتی تو غار نشسته بود میگو این چیه، غار رو خراب میکرد، میگو من فردی آپارتمان میسازم، غار می خراب میشد، میمد بیرون شب بارون و اینها، آپارتمان نساخته بود. ولی کم کم این غار رو درش چوب گذاشت، درش رو سنگ گذاشت، شب آتیش روشن کرد که حیونا نیاد. اصلاح طلب به روز پیش رفت تا الان میبینی که ماشالله خونه هایی نمیدونم برج و فلان و اینها میسازن. و این هم از این دوستی که لطف کرد و فیلم های فارسی رو ما گفت آقا 38 ساله ما از تلویزیون ها حرف سیاسی اینها شنیدیم هیچ جا نرسیدیم، به طور خدا یه دو تا فیلم سینمایی نشون بدیم. گفتیم بابا این فیلم های سینمایی که ما نشون میدیم تبلیغ آخوندا میشه. گفت نه آقای سوربی، آقایی که بلند میشه آقای گلزار میره هندوستان فیلم درست میکنه، خانم رو بدون روسری نشون میده، این داره مبارزه میکنه با آخوندا. یا فیلمایی رو که نشون میدن مثل یه سری فیلم میسازن تو ایران اصلا به سینماها راه پیدا نمیکنه، و اینو مردم دست به دست به صورت DVD و CD و ویدیو و نمیدونم هزار چیز دیگه و هم میفروشن. در اصل این برنامه‌ای که این دوستمون گذاشته خیلی طرفدار پیدا کرده، هم به من ایمیل میزنن هم زنگ میزنن تشکر میکنن. در اصل اینم از این، و به نظر میرسه که دیگه مردم علاقه به این مزخرفات تکراری ندارن. و اما آقای دکتر افشارها یه چیزی نوشتن فرستادن در رابطه با آقای مسعود صدر و برنامه‌ای که با فخرآور میذارن. من به آقای افشارها گفتم من این مسعود صدر رو دو بار ملاقات کردم، یه بار با سهراب سبحانی که میخواست بشه سناتور از طرف ایرانیا و از جورج بوش و اینها تندروتر بود دیدم، یه بارم وقتی رفتم کالیفرنیا اونجا دیدم. آقای سعد خیلی قد قامت بلندی داره، خیلی لاغره، از لحاظ این روزا میدونی هر کی لاغره
خوشهیکله، هر کی یکم چاقه سالمه میگن این مریضه داره میمیره، بمانه. و این کلمه دماغ چاقه از اونجا اومده که کسی که حالش خوب بوده بدن چاقه، هر کی میگفت اصلا یادتون میگفت طرف آقا لاغر مردنی. من آقای صدر رو که دیدم و سلام علیک کردم اینا، اولا ایشون حرفم که میخواد بزنه میخواد بهت شعر بگه، چون یک چیز شاعری هم تو وجودش هست. و نمیدونم من، چون من مثلا شنیدم که آقای مشیری تو شهربانی ایران بوده، شنیدم اون آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری تو شهربانی بوده، شنیدم این آقای صدر تو ارتش بوده، ولی اون چیزی که به چشم خودم دیدم و میتونم قضاوت کنم نظر خودم بگم، ایشون رو آدم ترسو و ملاحظه کاری دیدم. یعنی سعی میکنه به من سلام علیک کنه، هوای منو داشته باشه، به شما سلام علیک کنه، هوای شما رو داشته باشه، نکنه خدای نکرده یه چیزی بگم به سوربی فردا $2 قراره از این گیر من بیاد نیاد. و من برای آقای افشاران نوشتم بابا حیف وقت شما که به اینها تلف میکنید. نوشته که درود بر شما، بد نیست بدانید که ایها الناس، ایرانیان عزیز خارج از کشور، توجه کنید عباس فخرآور در مصاحبه روز یکشنبه 18 جون 2017 با مسعود صدر در تلویزیون پارس گفت که او رابط ملاقات رضا پهلوی با سناتور آمریکایی جان مکین بوده است. حدیث مفصل بخوان از این موجب. اولا خاک بر سر رضا پهلوی بکنن که بعد از 39 سال اینجا بودن، و میدونید 2 سال 3 سال هم قبلش اینجا بود تگزاس، نمیدونم درس خلبانی میخون، حالا مجبور بشه به یک آدم دروغگوی بد سابقه دوستم، برید ببینید این برادرش فخرآور چه کار کرد، برید ببینید شوهر خواهرش اینا چه کار کردن، مجبور بشه اون بیاد وساطت کنه. همین نشون میده که این چه آدم بی عرضه، عقب افتاده، تنبل و الی آخر. ایشون نوشته که بخوانید از این مفتن، این آقا رضا که رابط او فخرآور بوده، کوری از ساکش کور دیگر شده و از این روی در موقعیت و اهمیت سیاسی اجتماعی آقای رضای گل بچه از این رو به موقعیت و اهمیت سیاسی اجتماعی آقا رضای گل بچه پی ببرید. توضیح آن که در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا تماس و صحبت با نمایندگان مردم در هر سطحی که باشد از نوشیدن آب هویج هم ساده تر است. راست میگه، چون آب هویج باید بخری با پول داشته باشی، ولی تماس با نمایندگان مجلس شما زنگ میزنی، تلفن میزنی، میان یه جاهایی میری میبینیشون. ولی ما ملت بدبختی هستیم، عقب افتاده هستیم و همه چیز رو بر معیار عقب افتادگی کشور خودمون میسنجیم. آقا یه فیلمی هست حتما دیدید، مال این خانم پریسا یا پرسیا یا پرژیا نمیدونم ثابتی. کیه این خانم؟ این دختر رئیس ساواک شکنجهگر معروف آقای پرویز ثابتی. خب حالا میگن توی طبیعت و جهان و اینها یه نظم خاصی، اگه باباش ظلم کرده، زده یه عده‌ای رو کشته، فلج کرده، اینها نظم جهان یه جوریه که این دختره درس خونده، موفق شده، یه کارایی داره میکنه که برای بشریت یه مقداری مفید و مثمر ثمر هست. یه فیلمی ساختن، حالا حتما به قول این دوستمون یه پولی داده باباش به یکی از این فیلمبردارای مال کالیفرنیا این فیلم ساختن. میگه چی؟ میگه که این خانم رفت درس خون و در دوران دانشگاه، در دوران شگفت انگیز دانشگاه، آخه دانشگاه دوستان کجاش شگفت انگیزه؟ اگه بگی بله در دوران دانشگاه مثلا رتبه های شگفت انگیزی می آورد، خب بازم اون میشه چی؟ مثلا میشه نمره اول. کجاش شگفت انگیزه؟ از روزی که دانشگاه شروع شده یک کسی نمره اول بوده مثل شما، یک کسی هم نمره آخر بوده مثل من، پس اینم جای شگفتی نداره. ولی خب همینیم دیگه، یه رادیویی که دو نفر شنونده و بیننده نداره میاد به مهمونش به درون میگه اتاق کنترل، شما این شبا فیلم این آقای استیون کولبر نگاه کنید ببینید عظمت این تئاتر نیویورک و عظمت این دستگاه وقتی نشون میدن چند طبقه دارن کار میکنن، ولی فیلمه رو که میخواد نشون بده میگه جیم این فیلمه رو نشون بده جیم، ولی آقای فروزنده میاد اتاق کنترل، اتاق فرمان، ببخشید اتاق فرمان آقا بله بود. بعد میگه پیداش نکردی؟ همونجا گذاشتم زیر اون نزدیک
نزدیک حلیم بادنجان، شاید حلیم بادنجان گله شده روش ریخته. خب دوستان حالا نیست یه وقت دیگه، یادتونه گفتم یه نفر اومد گفت آقا ما میخوام برنامه‌های اقتصاد درخواستی رادیو بذاریم، آهنگ‌های رادیو درخواستی. گفتیم چجوری فلان، اون موقع هم مثلا نبود که این یوتیوب هر چی میزنی بیاد. گفت یه درست میکنیم نوار سی دی میذاری، هر کی خواست برق میزنیم فلان میزن. بعد یکی زنگ زد گفت خیلی ممنون، چقدر برنامه‌های خوبی دارید اینها، میشه آهنگ دو پنجره رو از گوگوش برای من پخش کنید؟ من الان دوست دخترم از هم جدا هستیم، دنبال دو پنجره میگردیم که بینش دیوار نباشه برسن به هم. اگه دو پنجره بینش دیوار نباشه برسن به هم، این دیگه پنجره نیست، این میشه خرابه شام. اوکی. بعد این آقا با چیز گفت خیلی ممنون، به به دوستان عزیز میبینید که ایشون یکی از میلیون ها بیننده ای هست که برنامه ما رو دوست داره، شما هم هر آهنگی خواستید به ما بگید براتون پخش کنیم. گفتی چی؟ آهنگ دو پنجره اونو نداریم. حالا میخوای آهنگ دوست دارم از چیز برات بذارم سوسن که این کاره؟ خب ما ملت بدبختی هستیم، ملت عقب افتاده ای هستیم، بدبختیمون هم برایش خودمون. یه چیزی نوشته بودم، این دوستمون کرده اقبال آمده بود نوشته بود خواستن توانستن از این ایرانی های تنبل روزی 5 بار پنبلشون رو هوا میکنن، منظورش نماز خوندن. میگم عزیز من، منم فکر میکردم خواستن توانستن است، تا یه آقای به نام دکتر ایران بومی گفت خواستن توانستن نیست، خواستن آرزوه، خواستن در حد توانستن توانستن است. و الا شما بگو من فردا شب میخوام برسم کره ماه، تواناییشو داری؟ وسایلشو داری؟ این یه آرزو و یه امیده، ممکنه برسی تو کره ماه تو خواب. ولی اگه گفتی من فردا میخوام برم استخر، بله شما اینجا هستی، خونتونم استخرش اونجا، سالی اینقدر میدی، این خواستن در حد توانستن. گفتم بابا یاد ما نده. ببینم اگه بتونم اینم بهتون نشون بدم. جناب صدر، آقای افشارها آمده برای آقای صدر نامه نوشته. جناب صدر، طاعاتتان مقبول. اول از مریضی حضرت عالی متاسف شدم و از بهبودی شما خوشحال. طلب میکنم که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، به هیچ عارضه شخصی تو دردمند مباد. از جا به جایی در مساری شعر حضرت حافظ از روح پرفتوه پرپتوهش پرفتوهش پوزش میطلبم. دو، اگر در این باره از اگر این پاره از سوال از چارچوبه شما خارج نیست، لطفا پاسخ بفرمایید. آفرین به شما که هر کسی به هر کسی سوال میکنید بهش بگید که اگه براتون مسئله نیست. من امروز به این نفر گفتم آقا شما این خونه ای که خریدی اونجا جلو آب و اینها، کسی دیگه هم خونه داره اونجا بخواد بفروشه؟ گفت بله یه خونه اونورتر هست. گفتم اگه مسئله نیست قیمت اونجاها چنه؟ ضمن این که میتونم برم نگاه کنم، اینا همه پابلیک اینفورمیشنه، ببینم یکم به هم احترام بذاریم. مثل اون آقا نباشه، ما مهمون آوردیم داره راجع به مجاهدین صحبت میکنه، میگه آقا شما ازش بپرسید مسلمونه؟ اگه مسلمونه حالا نماز میخونه، اگه مسلمونه نماز میخونه حالا مجاهده. ای بابا، اینم از اون حرفا بود. در اصل ایشون میگه که اگر این سوالی که من میکنم دوست داری یا میتونی پاسخ بده. کسانی را تو با ایشان مصاحبه میکنی، مشخصا همین آقای فخرآور، ایشان به شما پول میدهند، شما به ایشان پول میدهید یا خیر؟ هیچ کدام به هیچ که پول نمیده. سه، آن یکی دو دقیقه‌ای که آقای فخرآور به خیال خودشان انگلیسی صحبت فرمودند همش غلط و غلوط و نامعنوس. ایشان مشتی جملات فارسی را به انگلیسی مفهوم ترجمه نمود که جز آبروریزی برای خودش و مکتبی که در آن تدریس می‌کند چیزی به بار نیاورد، خصوصا با آن جمله خلاف ادب انگلیسی و زشتی که در آخر جملات فنجایزی نمی‌دونم کلمه رو نمی‌تونم بخونم، فنجایزی خودشان به کار گرفتن. به ایشان بفرمایید زبان در دهان ای خردمند چیز، کلید در گنج صاحب سخن. ای کاش با این آزمون دهی غلط مشت خود را باز نمی کردن. به خدا قسم اگر این آزمون انگلیسی را برای استخدام در مکتب پیش دبستان انگلیسی زبان پس بدهد، با اخذ نمره منفی زیر صفر مردود می شود. ولی خوب است با این امتحان مسخره‌ای که از خود بروز دادن، ماهیت
مکتبی خود که این گونه آقایان خانوما در اینجا استادی می‌فرمایند بیش از بیش آشکار کردن. البته جناب عالی با تجربه‌ای که در این موارد دارید کمکش کردید و خواستید جلو امتحان دادنش را بگیرید، ولی ایشان توجهی نکرد و کرد کاری که نباید میکرد. ایرادی ندارد، جوان است دیگر، گوش به پدر نمی کنند این پسران ناخلف. چهار، آقای صد از شما انتظار نمی رفت که این اشخاص مجهول الاحوال را به مصاحبه بگیرید. مباحث مطروحه سیاسی ایشان هم انقدر کم مایه و بی محتواست که ارزش ملاحظه و بررسی ندارد. با قدری احترام، کاظم افشارها. اینم از این. خب این دوستمونم آمده و ممنون و متشکرم و بریم برای کم کم آماده بشیم، 6 دقیقه دیگه میریم کالیفرنیا. من از آقای ذوالفقاری 3 تا اسم اسکایپ دارم، هر سهشم به نام مهدی ذوالفقاریه. مثلا از آقای افشارها 2 تا دارم و باور میشه هر بار که زنگ میزنیم اونی که صحیحه من به اسکایپ میگم این یکی دیگه که طرف استفاده نمیکنه پاکش کن، پاک نمیکن. اصلا دیگه من نمیدونم اینا میخوان چه کار کنن، این سیستما، این پروگراما. در هر صورت حالا سعی میکنم 2-3 دقیقه قبل از برنامه من ازتون خداحافظی کنم و بریم سراغ اون. دوستان شما تا حالا چند بار شنیدید این آقای ابوبکر، من نمیدونم چرا اینا میگن ابوبکر، آقا دیگه وقتی یه نوشته ابوبکر بین ک و ر ا ر ا او نیست، خب جونت بالا بیاد بگو ابوبکر، ابوبکر البغدادی. تا حالا چند بار شنیدید این مرده؟ حالا دیگه باز میگن فکر کنیم تو ماه می با 300 نفر دیگه، این بار دیگه روسیه اومده میگه ما سرش کردیم زیر آب و کشتیم شو اینها، چون روسیه داره خیلی جا برای خودش باز کنه. ضمناً دیشب یه آقای انگلیسی، ولی نمیگن یه مسیحی، نمیگن یه جهود، حتی تا چند ساعت حرف نزدن که این حمله تروریستی بوده یا نه. وقتی این بدبخت گرسنه‌های لندن بعد از 16 ساعت 17 ساعت روزه میرن مسجد افطار میکنن و نماز میخونن، بعد که داشتن میمدن میرفتن خونشون، این با یه ماشینی میاد میزنه به چند نفر و یه نفر تا موقعی که من گوش دادم یه نفر کشته، 7-8 نفر مجروح. و تا اون موقع هیچ کی نمیگفت این حملات تروریستیه، این آقا مسیحیه، فکر میکنه باید مسلمونا رو بکشه. میدونید که هم این ترامپ نادان میگه اسلام is our enemy، میگه اسلام دشمن ما، در صورتی که نمیدونه بابا این اسلام کپی مسیحیته. بهتون گفتم چند تا بچه آمدن، آقای علی ترابی گوش کن، جلد قرآن رو روشو پوشوندن با جلد بایبل انجی، رفتن تو خیابون واز کرد گفت نگاه کن، طرف خب جلدشو دید دیگه، بعد گفت نگاه کن طبق این سوره میگه اگه دختر اینجوری کرد ببرش در خونه همسایه سنگ بارونش کن، اگه اینجوری شد اینجوری شد. بعد طرف گفت آقا این دین اسلام عجب دین وحشیه، بعد طرف گفت وایسا جلد در آورد گفت نگاه کن این بایبله. چیزی که هست اینو تو روز یه شنبه به من و شما تو کلیسا نمیگن، همش میگن عیسی گفت اینو بزن اینو بزن اینو بزن اینو بزن پولو بریز اینجا. من و شما یکی آخوند مسخره میکنیم که چرا عمامه گسترش، چرا عبا کشته به نمیدونم دوشش، شما برو ببین این بوغی که اینا گذاشتن سرشون، عصایی که میگیرن دستشون، عصای طلایی، نمیدونم این ردا و عبا و رنگین و فلان اینها، آخه این مسخره بازی ها. چرا شما یک بام و دو هوا هستید؟ بیاین مثل من باشید بگید آقا همش بده، این کاری که این خامه میکنه و نمیدونم موهاش اینجوری میکنه و کلاه مشکی درازی میکنه سرش، و خاخام هم یه چیزی میبندن، مثلا کلیمی هم یه چیزی میبندن، بده. اون کاری هم که آخوند میکنه بده، اون کاری هم که این پدر روحانی هم میکنن بده. یه شعری بود میگو کاری که نمیدونم فلانی میکنه تو دفتر فلان میکنه بده بده، هم برای همم ساخته بود، برای قصاب، آشپز، راننده، سرنگ، همه چی. اینم همینه، خودتون رو نجات بدید. یا اگه رفتی توی دینی قبولش کردی دیگه به این و اون نمیخواد اینو تبلیغ کنی، فعلا خودت باش 10 سال 15 سال 20 سال از بهشت برای ما یه ایمیل بزن. مرسی دوستان عزیز، بریم سراغ آقای ذوالفقاری و امیدوارم پیغامی که گذاشتن نگفته باشن من نمیتونم بیام یا با تلفن تماس میگیرم. ببینیم که دیشب آخرین بار باشون صحبت کردم، گفت من فردا هستم
و با اسکایپ هم هستم، آقای مهدی ذوالفقاری. ببینم حالا ما اگه این جواب نداد هر سه تا چیز رو ببینید، این تلویزیون مردم، بله میگه user not online. حالا ببینیم مهدی ذوالفقاری، بریم سراغ یکی دیگه. سه تا بهتون گفتم داریم، ببینیم چی میشه. خب البته میدونید معمولا دوشنبه ها کار پیش میاد، یه وقت اینم میگه مهدی ذوالفقاری call no answer. بله یکی دیگهش ببینیم چی میشه. آقای میگم یه چیزی بوده که ایشون زنگ زد، یه دلیلی داشت که زنگ زد به تلفن، ولی من وقتی قرار نذاشته باشم تلفن رو نه ست میکنم نه چیز میکنم. یعنی حقیقت بهتون میگم تلفنش اونجا الان تو آشپزخونه است، تلفنی که ما اینجا قبلا استفاده کردیم. آشپزخونه چیه؟ آقا در اتاق فرمان، در اتاق فرمان سازمان CIA که این رادیو رو به اصطلاح آپریت میکنه. آپریت کردن یعنی چی؟ یعنی میچرخونه. بعد تو ایران میگه آپراتور به این کسی که تو آپاراتچی، آپاراتچی از کلمه آپریشن اینا میاد. مستر ذوالفقاری ببینید این یکی چی میشه. مثل که این بزنید نخه. آقای ذوالفقاری شما اگه هستی و صدای ما رو میشنوی، شما لطف کن زنگ بزن، چون من هر سه اینها رو امتحان کردم و مینویسه نیستی. گفت تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. حالا انشالله این نیست آقای ذوالفقاری تمپراری باشه، موقت باشه. خب بذار ببینیم. خب آقای عزیزان اگر قبلش نبودی، من قبلا راجع به ویدیوی شما صحبت کردم، همونجور که برای خودتونم نوشتم، به نظر میرسه که شما دارید توجیه میکنید آمدنتون و بودنتون اینها رو. احساس میکنم یه پول خوبی بهتون دادم، امیدوارم اینجوری باشه، یا قول خوبی بهتون دادم. ولی حتما حتما از شهرام همایون سوال کنید که حالا که ما رفتیم توی خلا و مسترهای کنگره صحبت کردیم، آقا رضای شما رو کجا بردن؟ البته میدونید که حتما این طرفداران پادشاهی فکر کنن آقا رضا وقتی میره توالت گل تحویل میده. دیدید میگن رفته گل بچینه. بله خب آقای ذوالفقاری اون روز تقصیر من بود، این بنده خدا منتظر بود نتونستیم. امروز وقتی خب ایشون یه اشکال براش پیش اومده دیگه میشه تقصیر ایشون. در اصل آقای ذوالفقاری امروز من اینو باز میذارم، شما اگر میشنوید صدای من رو لطف کنید با اسکایپ تماس بگیرید. حالا اگر اسکایپ نمیخواید ویدیو داشته باشید با هم آدیو، ولی چون دیروز دیگه قرارمون گذاشتیم اسکایپ، متاسفانه من اون سیستم تلفن رو اینجا اصلا دلم شور برمی‌داره از بس این سیم و میم و این چیزا زیاده، باید سعی میکنم هرچی کمش کنم. به همین خاطر وقتی یه نفر میاد میگه آقا همه سیستم شما همینه، میگم بله 100% دیجیتال. وقتی شد 100% دیجیتال دیگه اون آقای کاردان میگه که این آقای شجره چون تو تلویزیون ایران بوده و مهندس برق هست و اینا، همیشه یه دو تا نوار این چسب برق چیه، همیشه با خودش تا یه طور میشه چسب برق میچسبونه، بعدم این سیما رو میچسبونه این ور، و هر وقتم راه میری میگه آقا از این ور راه نرو پاد نرو رو سیم. خب ببینم ابوبکر البغدادی رو هم گفتیم، الگربه نوشتم الگربه. حالا میگن خدا این الگربه چیه؟ میدونید که میگن گربه 7 تا جون داره. او قرار به این بود که من صدای دوستمون رو درباره عقل بشر براتون بذارم. متاسفانه این دوستمون با وجود که من بهش گفتم من برنامه شما رو میذارم با بیننده ها با هم گوش بدیم، به دو دلیل، یکی اینکه برام تازگی داشته باشه و تکراری نباشه، دوم اینکه با بیننده ها بشنوم اگه نظری هم دارن بلافاصله بعدش صحبت کنم. ولی ایشون برداشته یه سری عکس فرستاده، نوشته عکس ها رو شماره گذاری کرده و فرستادم، به همان ترتیب شماره لطفاً پخش کنید. اگر شما مثل دوستانی که از کانون آوا هستن شب قبل عکس ها رو بفرستید، نوارم بفرستید، من میتونم این کار انجام بدم. ولی اگر اینجوری باشه که من حالا صدا تو این ایمیله، عکسا تو ایمیل های دیگه است، دقت یعنی تلاش خودم رو میکنم ولی قول نمیدم. بریم به قسمت هشتم
این صحبت گوش کنیم. ضمناً ایشون در رابطه با آمین و اینها یه برنامه گذاشته بود که خیلی خوب بود. خود من مثلا نمی‌دونستم اصلا چرا ما میگیم آمین، این اسم یه نفر بوده و اینها. نظر آقای افشارها رو هم مخصوصا جویا شدن و امیدوارم که آقای افشارها امروز در آفیس یا هر جایی که هستن تونسته باشن برنامه ما رو ببینن و به این وسیله یک دو ساعتی اون به اصطلاح گرما و فشار ماه رمضان خیلی اذیتشون نکرده باشه. بشنویم با هم صدای این دوستمون رو از خلیج فارس و یه چند تا فیلم دیگه هم فرستادن، یه چیزی راجع به هندونه، 300 تن هندونه رو از عمان برگردوندن. من گفتم کسی که به ما فلان کلاغ فلان، این گفت آقا چرا نمیگی ایران، چرا بیاد اینقدر سم بزنه به این هندونه ها. گفتم راست میگی شما. بعد گفتم نه صبر کن آقا، ما اینجا روزی 10 بار بهمون میگن آقا این پرتقالا روش سمه، این سیبار روش سمه، حالا هندونه که کسی با پوستش نمیخوره و احتمالاً توش هم سم نبوده، لابد سم پاشی کردن که این حیوانا نخورن بزرگ بشه. حالا خیلی ها هندونه رو مینداختن تو آب حوض به دلیل اینکه هم سرما بشه، الان هم که میشورنش. در اصل نمیدونم 300 تن هندونه رو برگردوندن، چه بهتر گیر ایرانیان. آیا عقل بشر قادر به تشخیص بهترین عقیده و اندیشه می باشد؟ نه خیر قربان، بعد از درس گرفتن از شما یاد گرفتیم که نه، این عقل هم اختیارش دست ما نیست. ببینیم که از نو بشنویم و با شما باشیم. فقط قبل از این من این پرونده یا این فیلم پیام شما در تلویزیون مردم رو اینجا پیدا کنم بیارم بذارم اینجا، اینجا هم لوپ بشه، یعنی بچرخه پخش بشه، پلیر 4 خدمت شما دوستان عزیز. و شما هم میتونید پیام بفرستید مثل ایشون، نه مثل اون دوستمون که 12 دقیقه صحبت کرده، بیشتر تکرار مکررات و آخرش به این نتیجه رسیده که باز هم نمیتونم برنامه داشته باشم. آقا شما برو هر وقت تونستی برنامه داشته باشی ما رو خبر کن. بفرمایید. آیا عقل بشر قادر به تشخیص بهترین عقیده و اندیشه میباشد؟ یعنی اگر به دنبال عقیده ها برویم، بررسی و مطالعه کنیم، آیا بهترین رو انتخاب خواهیم کرد؟ سلام، این سوال ها موضوع گفتار امروز است. اجازه دهید به گذشته رفته و با یادآوری یک تجربه شاید چیزی فراگیریم. در نیمه قرن 14 قبل از میلاد در شهر تبس یا تیبه مصر قدیم و اقصر امروز، از فرعون امنحوتپ سوم و ملکتی آخرین پسرشان دنیا آمد که نامش را آخن آمون نهادند. در مراسم دینی کم شرکت میکرد، شاید به علت همین عدم مشارکت به عقیده دین زمان خود رو نیاورده و مغزش در تنهایی گذراندن برای دگر اندیشی آماده بود. وقتی پسر پس از مرگ برادرش که فرزندی نداشت به مقام فرعون رسید، در آغاز نام امنحوتپ 4 برای خود انتخاب کرد. در سال 4 سلطنت با موبدان آمون در افتاد و دینی جدید ایجاد کرد. این دین بر یگانگی آفریدگار به نام آتون دور می زد که در خورشید نمایان شده و فرمان بندگانش را به فرعون الهام می کرد. تاریخ نویسان عقیده دارن این اولین باری بود که در تاریخ انسان آفریدگار یگانه و خارج از تماس فیزیکی یعنی بت به مردم معرفی می شد. از جهتی دیگر کسانی زردشت را اولین پیامبر خداشناسی می شناسند، اما از زردشت جای تولد و زندگیش و در گذشتش تاریخ مستند وجود ندارد. آخن آمون نام خود را تغییر داد به آخن آتون یا اخناتون و یا اخناتون، یعنی روان زنده آتون و یا محبوب آتون که در مقام خدای جدید به مردم آن زمان شناسانده شد. این فرعون بت آمون را کنار گذاشت و نام خود را از آن مجسمه جدا کرد. بخشی از این تاریخ در خاطرات سینوی پزشک فرعون آمده، اما تاریخ ثبت شده از متن تراشیده و حک گشته بر سنگهای مقبرهای فرعون سند این تاریخ است. موبدان آمون که توسط فرعونهای نخست پرورش یافته و عبادت شاه را به مغز مردم فرو کرده بودند، از تغییر دین و شناساندن عامل پرستش نوین مخالفت کرده و با فرعون به جنگ پرداختند. فرمانده ارتش که از کودکی آخن آتون را بزرگ کرده بود، با بکارگیری نیروی سپاه خیلی از موبدان را کشت و تارمار کرد.
برای آرامش شود و آزاد بودن در تأسیس دین جدید، فرعون تصمیم به تغییر پایتخت گرفت. به طرف شمال رفت، در شرق رود نیل که خورشید از آن شروق میکرد، در دره‌ای که در سلسله کوههای شکافی داشت و خورشید بامدادان از میانش ظاهر میشد، پایتخت جدید را به نام اختیتاتون یعنی بهشت آتون و دایره افق و یا دایره افق خورشید تأسیس کرد. در طراحی شهر فلسفه دین جدید و عدالت برای مردم و عموم منعکس شد. مساوی بودن مردم به خوبی نمایان گشت. در شهر بهشت آتون کاخ فرعون ساده و به ارتفاع معمولی ساخته شد. همینطور معبد پرستش آتون برخلاف معبدهای آمون ارتفاعش کوتاه و ساده بود. در حدود 15,000 نفر از مردم پایتخت قدیم با فرعون به این شهر کوچ و در ساخت آن همکاری کردند. یکی از گفته های فرعون یا پیامبر آتون این بود که نباید برای فردا نگران شد. آتون به همه بندگانش روزی میرساند. با این فلسفه اون نقش موبدان را از عقیده اش دور ساخت. موبدانی که خود را رابط میان خدا و بت از یک سو و مردم از سوی دیگر دانسته و مفتخوری می نمودند و هر گونه جور و ستم و تجاوز را به علت مقام دینی انباشته شده طی هزاران سال بر مردم تحمیل می کردند. اخناتون در واقع یک ستون ادامه حکمرانی را بدون فکر و یا درک از میان برداشت. نفرتیتی ملکه زیبا و معروف مصر در کنار فرعون پیامبر مردم را در کنار خود جمع کرد و آنان را به نیکوکاری و رفتار صمیمی دعوت می نمود. برعکس فرعون‌های پیشین برای به دست آوردن مالیات و غله از کشاورزان شهرهای دیگر مملکتش اصرار نمی کرد و مردم را زجر و شکنجه نمی داد. بنابر معیارهای امروز یک رژیم سوسیالیستی ساده تأسیس کرد. شاید او را مؤسس این سیستم اقتصادی بشماریم. اخناتون عقیده داشت که آفریدگار ربندگان مسئول است و جهت به دست آوردن روزی نباید ستم کرد و جور کشید. با این وقت شاید تصور کنید مردم مهاجرت کرده با فرعون به سادگی تغییر عقیده دادند و این دین جدید را که انسانی، عاقلانه و عدالت خواه بود با میل قبول و در تمام مصر بالا و پایین منتشر ساختند. ببخشید، این تصور اشتباه است. مردم سرپیچی از فرعون را گناه می شمردند. وفاداری و ایمان به آمون در مغزها بس نشسته بود. با شنیدن وعظهای آخناتون تظاهر به قبول و موافقت می کردند. اما در خفا مجسمه آمون را پرستیده و از او بخشش و موفقیت می خواستند. مردم در گذشته بت را دستمالی می کردند. امروز بر دیوار مقدس و مجسمه مسیح و مریم و یازریه سنگ قبر و در دیوار حرم امامان دست می کشند. نیایش و آرامش روان با این تماس حسی بدن آسانتر درک می شود. آفریدگاری که با اندیشیدن، تأمل و دانش در مغز انسان شکل می گیرد بندهش را خسته می کند. ملاحظه فرمایید ترس از حاکم در مغزها نقش بسته بود و اصول پرستش آمون در مغزها انباشته. مردم دوسویی شده بودند. رضایت فرعون و آمون را در یک مغز در یک جا خواهان بودند. فراموشی و یا گریز از عقیده انباشته شده در مغزها از قدرت انسان اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. بهشت آتون 15 سال پایتخت بود. نفرتیتی پسری نزایید و اخبارش قطع شد. از او مجسمه سر باقی مانده که زیبایی صاحبش هنوز بیننده را خیره می کند. پادشاه همسری دیگر گرفت به نام کیا که پسری زایید. او را توت انخام آتون نامیدند. فرعون در حدود سال 1335 قبل از میلاد به طور مرموزی در سن 45 یا 50 سالگی و پس از 17 سال پادشاهی درگذشت. فرزند 9 ساله اش به پادشاهی انتخاب شد و در 12 سالگی با خواهر ناتنی بزرگتر از خودش ازدواج کرد. از اینکه این بچه فرعون به پادشاهی رسیده تعجب نکنید. خونش بنابر عقیده های فرو رفته به مغزها دگر بود. مگر ما و دیگر ملت ها همین وضع را در تاریخمان تجربه نکردیم یا بندگی به یک بچه به بهانه برتر بودن خونش را نپذیرفته ایم؟ این فرعون بچه نام آتون را از نام خود برداشت و به توت انعامون تغییر داد. پای تخت پدر را ترک و به تیبس بازگشت و بازیچه موبدان شد.
پایتخت و نقشهای اخناتون و نامش بر سنگها را خراب کردند تا اسم آتون در ذهنها نماند. توتنخامون در 19 سالگی به طرزی مرموز کشته شد. این فرعون همان است که تابوت طلاییش را با یک باستانشناس انگلیسی به نام هاوارد کارتر در سال 1922 کشف کرد. تا حال بزرگترین و گرانبهاترین و پربهاترین اکتشاف آثار مصر شناخته شده. بعدها که از مومیایش عکس برداری کردن، علت مرگش را شکست استخوان سر یافتند. سلطنت خانواده 18 پایان یافت. فرعون جدید فرمانده ارتش بود که خواهر فرعون پیشین را به زنی گرفت تا خون فرعونی و در پی آن بهانه عقیده مندی مردم را به دست آورد. موبدان آن دوران متهم به قتل فرعون جوان شناخته شدند. با این حال از این که به دینشان بازگشته و در پیروی از آنان سرپیچی نکرده و آرامگاهی بسیار گران و طلایی برایش ساختند. از طرز خاک سپاری اخناتون اطلاعی نبود. مقبرش در پایتختش بدون مومیا یافت شد. در بعضی افسانه ها او را موسی پیامبر کلیمیان معرفی کردند. در سریال تلویزیونی یوسف که در ایران ساختند، مدعیان پیامبری یوسف او را فرعون و همزمان اخناتون نشان دادند. افسانه‌ای که از حقیقت و تاریخ دور است و آثار و نوشته‌های کشف شده خلاف آن را می‌رساند. در آینده گفتاری درباره حقیقت یوسف را بنا بر کشف‌های باستانشناسان تقدیم حضورتون خواهم کرد. در سال 2010 در مقبره عمومی دشت پادشاهان در وسط مصر یک مومیای ناشناس یافتند که بر آن نامی نبود. با آزمایش دی ان ان کشف کردند که آن متعلق به اخناتون پدر توت عنخ‌آمون است. موبدان جهت فراموش کردن این دگراندیش او را به طور مخفی ناشناس و توهین آمیز با عموم مردم به خاک سپرده بودند. با اشاره به این خلاصه تاریخی که امیدوارم جالب بود و میتوان در بیش از یک مصدر یافته خواند، از شما برای تحقیق بیشتر پیرامون این مطلب دعوت میکنم. اجازه دهید سؤالی از شما کنم. آیا عقیده اخناتون بیشتر به عقل نزدیک نبود؟ اگر بود چرا مغز مردم این برتری را درک نکرد؟ اگر امروز عقیده نوین و بهتر به مردم پیشنهاد شود، آیا مغز انسان آن را میپذیرد؟ این تجربه اخناتون یا که با وعظ و راهنمایی و علی رغم داشتن مقام مقدس فرعونی سعی کرد مردم را به دین عادل منش گرایش دهد، به ما میفهماند که مغز انسان فقط با زور یا ناچارگی تغییر عقیده میدهد. همین کار را تمام پیامبران و پیروانشان در تمام دوران تاریخ و در سراسر جهان انجام دادند. مسائلی که با احساسهای پنجگانه و فیزیکی انسان غیر قابل درک هستند، به سادگی به مغز انسان فرو نمی روند. همانطور که تجربه شده، در مراحل بعدی و پس از جا گرفتن اصول و عقیده در مغز، بیرون آوردن یا تغییرش ساده نیست. تاریخ فرعون ها در زمان زندگیشان بر روی سنگهای دیوار آرامگاهشان نوشته می شد و هنگام مرگ آماده بود. فرعون شخصا و ساخت آرامگاه در آرامگاه موسی و
سال پیش یکی از نویسندگان کلیمی اتریشی که این موضوع را ادعا کرده بود توسط همکیشان زنده سوزانده شد. با این تضادها در رسیدن به حقیقت، مغز انسان کجا قرار دارد؟ چند انسان تمام افسانه ها را حقیقی می دانند و هر شکی نسبت به آن را کفر. آیا با کشف های علمی می شود صاحبان عقیده تغییر رأی دهند؟ امیدوارم بیندیشید و به این پاسخ ها و این سوال ها پاسخ دهید، با این آرزو که این گفتار جلب توجه و اندیشیدن شما را سبب شود تا بیش خود را بشناسید. از شما دعوت می کنم با ما باشید در گفتار آینده پیرامون کاشت ذلت در مغز سخن خواهم گفت. همه اوقاتتان شاد و خوش باد. ممنونم دوستان. حتما متوجه شدید که صدا قطع شد، دلیلش اینه که اینجا رعد و برق و طوفان و من گفتم الان این درخته میفته اینجا و نمیدونم چه کار کنم. سیستم ما وقتی که برق میره به خاطر این چیز و اینها، کامپیوترمون، این سیستمی که پخش میکنه، این دستگاه چیز، اینا کار میکنن، ولی اون قسمتایی که به اصطلاح اضافی هست کار نمیکنن، برق ندارن. حالا باید یکم عوض کنم که این پروگرامم که صدا پخش میکنه از اون باتری استفاده کنه، باتری اضطراری. در صورت از این دوستمون عذر میخوام، اگر بشه من این فیلم رو، خب میگه که این قطع شدن برق دلیلی شد که سبب خیر شد، این فیلم رو درست میکنم با اون عکس ها میذارم روی یوتیوب و با هم ببینید. در صورت یکی از مشکلات برنامه زنده همینه، برنامه‌ای که از پیش ضبط شده باشه، مثلا من اگه این برنامه رو دیروز یک شنبه برای شما ضبط کرده بودم، اگه یه همچین مشکلی پیش بیاد و برمیگردیم فیلم رو قیچی میکنیم، ادیت میکنیم، ادیت میکنیم، همون ویراستاری هم میگن دیگه، نه به فارسی، ولی تو ویراستاری فکر کنم بیشتر برای نوشتن استفاده میکنن، بعد اصلا شما متوجه نمیشید. ولی وقتی برنامه زنده است همینه، همون که اتفاقی میفته و اینها شما شاهدش هستید. در اصل چند دقیقه از صحبتهای ایشون قطع شد و اینجا ما صدا نداشتیم. از این بابت هم از ایشون عذر میخوام، هم از شما دوستان نازنین و وفادار تلویزیون مردم. خبری از آقای ذوالفقاری نیست. اجازه بدید من اسکایپ رو خاموش کنم، چون ما هر چیزی رو خاموش کنیم کلن بهتره، هم فشار رو سیستمامون کمتر میاد، هم یکی هی دوستان نمیگن آقا ما میخواستیم باهاتون صحبت کنیم. میگم درباره چی؟ میگم میخواستیم صداتون بشنویم. میگم با صدای من که داره هر روز از تلویزیون پخش میشه، من نمیدونم والله، همش تعارف و اغراق و اینها ما رو داره به یک جایی میبره که امیدوارم آخرش نابودی نباشه. در اصل ممنون و متشکرم و خیلی قشنگ ایشون ماجرای این دینا که اون یکی هم که یک کمی درسته و سوستیال هست و میاد زندگی مردم رو در نظر میگیره، اونم به یه جوری دیگران که لابد از دین قبلی منفعت، به اصطلاح از دین قبلی منفعت میبردن، الان باز برق قطع شد ولی این بار ممکنه صدای من به شما برسه، دوباره وصل شد. حالا امیدوارم این زک و زندگی ما رو نسوزونه. البته میگم این قطع و وصل برق سیستم اصلیمون رو، به اصطلاح مغز متفکر رو، اونو نگه میداره. و نمیدونم، بذارید من یه چند تا چیز دیگه براتون بخونم برم دیگه. آقای ذوالفقاری هم نیومد، ما اونو خاموش کردیم. بریم، بله، اینجا نوشته لحظه پرتاب موشک ها و این آقا با افتخار داره توضیح میده که ما موشک زدیم و فلان اینا، هیچ کس نمیتونه به ایران حمله کنه. میگم بابا تا سه هفته پیش میگفتید ما تو سوریه و لبنان و این ور و اون ور داریم میجنگیم که اونا نیان ایران، حالا که اومدن ایران میگی حالا هر کی اومد اینجا ما بهش حمله میکنیم، ما مثل انگلیس و اینا نیستیم. دوستان یادتونه یه بار اسرائیل و آمریکا حمله کامپیوتری کردن به سیستم های نمیدونم چیه ایران، همین سنترفیوژ اینا، حالا از آقای مشایخی روز چهارشنبه میپرسید. میدونید از کجا حمله کردن؟ وقتی که طرف داشته پوز میداده و صحبت میکرده، مثلا این چیزی که پشت سرش بوده دیدن اینجا نوشته نوت، از روی این رفته بودن فهمیده بودن چه سیستمی اینا استفاده میکنن، آمده بودن داخل. بعضی وقتا این پوز ندادن بهتره. حالا صحبت از پوز دادن و پوز ندادن شد، این کارتیه که دیروز
بابت روز پدر دخترم به من داده. هرچی به اینا میگیم بابا این کادو خریدن و کارت خریدن و اینها همش این دوستان کلیمی، دوستان جهود، دوستان یهودی اینا رو راه انداختن که مردم بدبخت بدبختر و اینها که پولدار هستن پولدارتر بشن. در صورت ایشون چون دامادمون میاد گاهی وقتی از این آچار ماچارهای ما استفاده میکنه، جوونن، همه آشغالا رو که ندارن که، تا یه طور میشه میگه این فلان آچارو داری؟ میگه من دارم، بیا ورده برو. اینو نوشتن و تبریک گفتن و بعدم تشکر کرده که شما و خونت مثل یک مثلا هوم دیپو به ما کمک میکنه و اینها. امیدواریم اونها سالم باشن، امیدواریم فرزندان شما سالم باشن، امیدواریم پدر مادرتون سالم باشن. و همینجوری حالا دیگه ما از پارسال تا دو تا چیز گرفتیم، اعتبار و کردیت، حالا دیگه پدر بزرگم هستیم. لذتی داره این پدر بزرگ بودن. امیدوارم نصیب همه اونهایی که شرایطشو دارن و به اصطلاح سالها زحمت کشیدن فرزندانشون رو بزرگ کردن، حالا هم بتونن از وجود نواهاشون استفاده ببرن. من این فیلم رو به شما نشون میدم، ولی این فیلم های تبلیغاتی آخوندا خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به اقدامات و ددمنشانه عوامل مزدور استکبار جهانی و در پاسداشت خون شهیدان دوازدهم رمضان، کلیه یگانهای موشکی استقرار یافته آماده اجرای آتش موشکی باشند. پنج، چهار، سه، این تصاویر ناب دل یک ایران مرد و زن، قلب غیور مردان مدافع حرم، فکر خانواده های شهدا و خانواده های شهدای ترور را شاد کرد که سیری سپاهیان این سرزمین به تکبیری ها و تروریست ها محکمتر از آن است. درست همون کاری که امریکا میکنه وقتی که به یمن میزنه یا افغانستان اون بمب مادر همه بمبا رو میذاره و این روزا هم که دیگه یه دوربینی هست میره فیلم میگیره و اینها، ایران هم میکنه. شما چه فرقی داری با استکبار آقای جمهوری اسلامی ایران؟ اونم همین تبلیغا رو میکنه، اونم میگه ما داریم دشمنان دین و امنیت مملکت رو از بین میبریم. شما هم همینی میگید، 8 سال با صدام حسین هی گفتی این دشمن خداست، اونم گفت دشمن خداست، این خدا هم نیومد یه در گوشی به تو بزنه، یه توسری به اون بزنه بگه من خدا هستم، برید شما دوتا احمق گم بشین گور بشین. نمیدونم. در صورت دوستمون آقای کیوان نژندم اینجا هستن، امیدوارم صدای منو بشنون. آقای نژند شما لطف کنید با ایمیل با من تماس بگیرید. ایمیل من هست USA که برای آمریکاست، USA.sorbi sorbi at اون علامت A که گردالو میشه gmail.com تا ما ببینیم شما برنامه چیه، چی میخوای بگی، حرف حسابت چیه، به قول قدیما مشق و کتابت چیه، و اگر حرفی برای گفتن داری تلویزیون مردم و مردم گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن خواهند داشت. و اما 40 داعشی در کرمانشاه کشته و جسدشان به تماشای عموم قرار گرفت. دوباره همون تبلیغا، این جسد اونو نشون بده، اون جسد اینا رو نشون بده، این جسد اینا رو بکشن پشت نمیدونم ماشین، اون جسد اونا رو بندازه تو اسید و تو آتش و اینها. یعنی واقعا میگم، یعنی هر روز که میگذره من بر این که خدا وجود نداره باورم بیشتر میشه. حالا دوستان هر چیه میخوان بگن آقا خدا ما رو آفریده داده دستمون ببینید چی کار میکنه. آقا خانم کدام آفریننده ای؟ ما حالا آفریننده ای بچه هامون هم نیستیم، ولی کی دلمون اومد بزنیمش حالا بره ببینیم میفته تو استخر؟ حالا که افتاد تو استخر بذار ببینیم شعور داره دست پا بزنه یا خفه میشه. حالا که خفه شد خب قسمت بوده. این مغز کوچیکی من نمیفهمه اینو، گذاشتن این جنازه رو روی تریلی تو خیابون میکشه. میخوایم ببینیم؟ چشم نشون.
یک لحظه من اجازه همشون هم که ماشاءالله صداها رو صد بالا، داد ایداد ایداد بیداد سلکت ایریا بفهم رو ماشین ولوو یا اسکاندیناوی چیه بیا اقلا یه ماشینی برای جنازه کشی خودتون تو ایران درست کنید، خودرو مخصوص جنازه کشی. دوستان عزیزی همونجور که بهتون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر ما 12 ظهر به وقت کانادا روز چهارشنبه با آقای رضا مشایخی هستیم و اولین سوال من ازشون اینه اگر وارد تو این ماجرای سنتر فیوژن اینها اون چی بود اتک کردن از لحاظ کامپیوتر و اینها و چرا اینها هی قمپوز در میکنن که اینجوری سرشون بعدن به سنگ بخوره و پاشون در گل گیر کنه. با هم ببینید دوست. امروز هر کی میخواستن اعدام کنن میگفتن معتاده، عرازل اوباشه، آفتابه گردنش میبستن، از فردا میگن داعشی بستن. اینم ماجرای کشور ما، اینم ماجرای انقلاب. حالا نه یه خانم، بازم میخوای مردم انقلاب کنن؟ به قول شما بازم میخوای مردم شورش کنن؟ ضمناً بابا یه کسی بود، حالا که همه میگن ما بودیم، 10 نفر، 100 نفر، 100 تا گروه بودن، بعد میگن خمینی از ما دزدید. الان امروز کسی نیست. به قول آقای شهرام همایون همشون تو کنگره تو خلا و مسترا هستن. ببینیم این دوستون چی نوشته. خدا مانند کامپیوتر ساخته آدمیزاده. میدونید که میگن آدم کامپیوتر رو ساخت که تمام اشتباهات خودش رو، خطاهای خودش رو بگه بندازه گردن کامپیوتر. و دیدید دیگه، شما زنگ میزنید یه جایی طرف مثلا یه کاری داره، خود من الان این برنامه که شد میگم این کامپیوتر ما اینجوریه دیگه، حالا شما برو ثابت کن کامپیوتر نبود. خیلی ممنون، این به جا بود، خنده داره ولی حقیقت بود. اصابت موشک ها توسط هواپیمای بدون سرنشین فیلم برداری شده. حتما 4 روز دیگه هم این آخونده میگن هواپیمای بدون سرنشین رو ما اختراع کردیم، آمریکایی‌ها از ما دزدیدن، همونجوری که آقای سهراب چمنارا و دیگران میگن که همه این دنیا که دموکرات شدن از یه استوانه گلی کوروش. و یکی برای ما نیومده اینو ببینیم این چقدر چی نوشته. یه جا میگن حقوق زنان حامل روشه، یکی میگن حقوق مردان شکم گنده توشه، یکی میگن نمیدونم حقوق بشر و قانون بشر و جفرسون و نمیدونم واشنگتن و فرانکلین اومدن از روی ورشدن. من نمیدونم این صفحه کامپیوتره یه تو که چیز گلی انقدی که حالا بعدم خدا میدونه اینو کی درست کرده، کجا غالب کردن به ما ایرانی ها. قولتون میدم دست یهودی ها تو کاره. بله اینجا دوستمون فرستاده بالفدو، ما که عربی نمیتونیم بخونیم، قربونت برم یا برامون فارسیش کن یا اذیت نکن دیگه، ما اینا رو واز میکنیم نگاه میکنیم بعد میریم عربی. عکس یک آها حالا عکس ها اینجوری شد، عکس یک آخان آتون، عکس دو نفریتی، عکس 4 توتنگ نمیدونم آمون. من اینا رو نشون دادم ولی گفتم چون به این صورت نیست که همه اینها از 1 تا 15 باشه، بعد شما وقتی صحبت میکنید بگید مثلا آخن آتون عکس شماره 1. میدونید مثل توی سالونایی که درس میدن پاورپوینت که طرف میاره یا خودش کلیک میکنه. این آمریکا یا ایناش که خیلی کم سواده به اینا میگن کلیکه. این کلیک میدی صدایی که میده اینجوری پاورپوینت رو میگیره میزنه خودش هم داره صحبت میکنه، یا اگر این کامپیوتر رو داده دست آپاراتچی میگه سوربی عکس شماره 4. ولی اینجوری که شما 3 تا ایمیل فرستادید 12 تا عکس داخلشه بعد نوار صدا رو فرستادید، من اول اون 3 تا رو نگاه کردم پاک کردم، گفتم لابد در رابطه با این شازده عربستان و سعودی و کشورهای دیگه هست. بعد شما نوشتید که اونا رو میخوام نشون بدم، گفتم ایداد بیدار، رفتم دوباره آوردمشون ولی ترتیبش به هم میریزه. در اصل شما نمیدونید من اینجا یک سرم 1000 سودا. و اما واشنگتن پست هم
برای ما یه خبری فرستاده بود که راجع به انتخابات فرانسه میگه، مثل که اون شمارش بالاخره دیروز کامل شده و تعداد صندلی ها و نمیدونم کرسی ها و میز و فلان اینها معلوم شده، حالا ببینیم فرانسه چه کاری انجام میده. و اما این دوست ما چون در منطقه خلیج، خودش هم خلیج فارس زندگی میکنه، برای ما فرستاده که اینطوری سلطنت را نگه داشتن در منطقه پرتلاتوم اردن هاشم و اردن پادشاه، اردن پادشاهی مانده. ملک عبدالله در خاموش کردن آتش سوزی نزدیک عمان در میان مردم فعالیت میکنند. منظورتون تو کشور عمانه یا اردن و عمان مثلا؟ چون عمان خیلی، قطر هم خیلی کوچولوه، نمیدونم. در صورت یه فیلمی گذاشتن که با هم میبینیم و بله ما اینو میدونیم. پدر همین آقا که ملک حسین بود آمد ایران، آقای احمد علی مسعود انصاری هم عکس‌ها و اینها رو نشون داد و گفت که به شاه میگفت برادر من، بهش گفته بوده که برادر مردم عصبانی هستن، بیا با هم بریم توی کوچه و بازار. ببینید اینم مشکل، میگم باز برنامه‌های زنده اینها، مثلا شما این یکی از توییتر فرستادین، حالا ما داریم نشون میدیم، ببینید همینجوری داره توییتر برای خودش میچرخه. یعنی اینا رو ما اگه میخوایم به صورت فیلم، به صورت پروداکشن، به صورت یک محصول تولیدی در بیاریم، باید از قبل وقت بذاریم و الا میشه همون تلویزیونای ایرانی که خب هستید شما پس ما هم هستیم، کسی اومد فوش بده نیست پس ما رفتیم. ببینید این توییتر داره همینجوری میچرخه و من ضمناً خبر داشتم که شما روی توییتر هم هستید. بله. و آقای شاه با اون ملک حسین، پدر همین ملک عبدالله، نرفت در کوچه و بازار، خشم مردم رو فرو ننشاند، آن شد که شد و میدونید. و گویا ملک حسین هم ناراحت به صورت قهر از ایران چه کار میکنه؟ راشو میکشه و میره. انتقال برنامه عقل بشر به داخل ایران به زبان دیگر، منظورتون از این چیه؟ بذارید ببینم. آها، این مال تلویزیون کلمه که میگه در سال فلان اینقدر امامزاده داشتیم، در سال فلان حالا اینقدر داریم فلان اینا. گفتم من اینو قبلا هم دیدم و به نظر من، حالا درست ممکنه من تعداد مسجدها رو درست دقیق نمیدونم، تعداد امامزاده رو درست دقیق نمیدونم، ولی به نظر من این فقط ذکر مصیبت اومد و چیز تازه‌ای نداشت. چه چیز تازه‌ای داشت؟ به من میگه حالا چه کار کنم، حالا که این همه مسجد ساختن، چه در زمان شاه چه در زمان شیخ، من و شما که این مسجدها میبینیم صبح ساعت 4 پدرمون مریض این داد میزنه ولی زورمون نمیرسه حرف بزنیم، باید چه کار کنیم؟ چه باید کرد؟ با بریم بمب بزنیم توش منفجرش کنیم یا با اینا میشه با اعتصاب و نمیدونم روش خوش صحبت کنیم؟ کسی هست که بگه چه باید کرد؟ هنوز کسی پیدا نشد. برای این آقای رامین پیرامون نوشتم چه باید کرد، میگه من نمیدونم چه باید کرد، ولی میدونم آقای اردوغان امروز هم باز مثلا 150 نفر رو گرفت انداز زندان. میگم آقا میدونم، اینجا هم تو تلویزیون میگه، تا حالا میگه بیش از 500 هزار نفر رو بعد از این کودتای قلابی انداخته زندان و میگه همه اینها طرفدار این مرده هستن. چیه گنگل؟ چیه همین پنسیلوانیا هم هست؟ یکی نیست بهش بگه خب احمق، اگه اینی که تو پنسیلوانیا هست اقدر در مملکت طرفدار داره، بذار یه حزبی باز کنه. پس نشون میده اینا طرفدار تو نیستن، نشون میده کارت اشکال داره. چیزی که هست دیکتاتور این رو نمیفهمه. دیکتاتور با دست خود ریشه به تیشه به ریشه خود میزنه. ماجرای تیشه هم میدونید که یه تیشه‌ای داشته درختی رو قطع میکرده، درخت شروع میکنه به گریه کردن، تیشه میگه ببخشید من مجبورم دیگه. این مرده میگه نه آقا از دست تو دلخون نیستم، از دست چوبی که فلان جاته، این چوب ما از خودمونیم، چوب خودمون رو میکنن دسته تیشه میزنن به ریشه. و اما سیلی محکم موشکی ایران به تروریست ها در سوریه، تبلیغ دیگه آقا، تبلیغ. عمان 300 تن، این عمان درسته، درست میگم عمان، عمان 300 تن هندوانه ایرانی را پس فرستاد، علت بالا بودن میزان سموم کشاورزی وزارت کشاورزی. بعدم ایشون سموم کشاورزی، بعد میگن وزارت کشاورزی هم گفته به ما ربطی نداره. ببینید
ما اشکالمون همینه که نمیدونیم کجا دولت مسئوله کجا دولت مسئول نیست. همین چند روز گذشته یه ساختمون چند طبقه تو انگلستان آتیش گرفت، توی پرتغال بود یا کجا بود خدایا آتیش سوزی جنگل شد، 60-70 نفر تو ماشیناشون زنده زنده سوختن. من گفتم حالا اگه بگم ملت میگن دیدی بهت گفتیم این پدر سوخته مأمور جمهوری اسلامیه؟ آقا خانم من مأمور جمهوری اسلامی نیستم، ولی اگه پولی میدن میتونید بیاین بریم مأمور بشین. پول به من میدن مأمور بشم چی؟ ولی دارم اینو میگم آقا ساختمون پلاسکو اگه سوخت، اگه همون دولت بیاد به این بگه آقا تو که اینجا خون، تو که اینجا مغازه داری بیمه بخر، شب زنش فوش میده، زنگ میزنه به وایس اف امریکا میگه این آخونده به ما گفتن بیا بیمه بخر، و آخونده نادان، شاه نادان، دیکتاتور نادان صدام حسین، اینا خودشون رو میکنن مسئول همه چی، ملتم برای همه چی به اینا فوش میدن. و الا اینجا خونه، برو ببین روزی چند تا خونه آتیش میگیره توی آمریکا، خونه ها از چوبه. هیچ که نمیگه گروه پدر اوباما یا هیچ که نمیگه گروه پدر ترامپ. بیمه دارن بیمه ندارن، کلیسای محلشون کمک میکنه کلیسا ندارن، انجمنشون کمک میکنه، دوباره میسازن یه خونه کوچیکتر براش بهتر، یه دفعه بیمه میخرن فلان. من دارم اینو میگم دوست عزیز، وزارت کشاورزی گفته ما ربطی نداره. خب من که الان فیلم رو نگاه نکردم، به نظر شما وزارت کشاورزی باید سر هر لته میگفتن نه؟ این زمینای کشاورزی رو تو فارس میگفتن سر لته، سر هر لته ای بشینه هی با آمپول بزنه ببینه این آقای یادش بخیر آقای دهقان پیشه. من یه مدتی برای آقای دهقان پیشه کار میکردم، ایشون حالا فئودال بود، زمیندار بود، زمینای زرقون و اینها، بعد از انقلاب گفتن زمینا رو باید بدی به مردم، گفت میدم، گفت یه بار زمان شاه این کارو کردن درسشون از برشون نشد، ما میدیم و ببینیم کدام یک از اینا میتونه بره بانک کشاورزی و پول بگیره. و راستم گفت کار خیلی خرابه. فقط من منتظرم بیان دوستان با هم کلکل کنیم. این اینجوری شما یه چی بفرسی من نتونم نشون بدم، نتونم دربارش حرف بزنم، فایده نداره. در هند عاشق و معشوق به علت مخالفت خانواده با همبستگی و ازدواجشان خود را حلق‌آویز کردن. فیلم را آدم که میبینه واقعا غصه‌اش میگیره. در همین رابطه یه فیلمی هست به نام سلام بمبئی، حتما امروز صبح تا حالا دیدید، اگه ندیدید بعد از برنامه من، برنامه آقای چمنارا، سهراب چمنارا هست، بعد از برنامه سهراب چمنارا این فیلم سلام بمبئی نگاه کنید. اینم یه همچین داستانی که آقای ایرانی میره هندوستان دکتر میشه. و جالب بود، من دیدم توی ایرانیه توی هندوستان کار میکنه و پول در میاره و میگه من هم شهریه‌مو میدم، هم زندگی میکنم توی آپارتمان خوب، هم برای مادرم پول میفرستم. والا فکر نمیکنم، ما یه فامیلی داشتیم اسمش محمد صلبی بود و اون زمانها که ما بچه بودیم و بعد دانشجو شدیم از این شنیده بودیم که باباش براش ماهی 300 تومن اون موقع میفرستاد و این میگفت که من عصرا قایق کرایه میکنم میرم میچرخم رو رود نیل و نمیدونم فلان اینها. تا اون موقع هندو که من میدونم اینجوری بوده، فکر نمیکنم ایرانی بره اونجا. بعد شنیدیم البته ایرانی ها توی ژاپن رفتن. اگه دوستان از وضع کار و اینها در هند خبر دارن، یه دوستی داریم اتفاقا اونجاست، معلم گیتار و اینها هست، اگه دوست داشت در این مورد صحبت کنه آیا الان هند چنین وضعیتی داره که احتیاج داره مثلا یه دانشجو بره اونجا توی چیز کار کنه، توی رستورانش کار کنه، اون وقت از کار کردن یک دانشجو به صورت نیمه وقت، دانشجو میتونه اجاره خونه، خرج تویشن یا شهریه و خرج مادرش و خواهرش هم بفرسته ایران. اگه اینجوره بابا ما اینجا we are in wrong business، بلنشیم بریم هندوستان. بستتون رو یوازم بهتون بگم دوستان، میگه دوست اونیه که میگه من بهت گفتم، دشمن اونیه که میگه میخواستم بهت بگم موقعیت جور نشد. اتفاقا منتظر بودم که آقای ذوالفقاری اگه بیان درباره همین صحبت کنم و نصیحت برادرانه و دوستی که به من کردن و کاملا هم ایشون
درست گفت و کار متاسفانه لابد یه برنامه براشون پیش اومده. امیدوارم برنامه بدی نباشه، تصادف مصادف چیز نباشه. از همین اشکالایی که برق میاد، برقمون چون قطع میشه، خود من 5 ساعت کار ویدیویی رو از دست دادم برای یه دونه از همین رعد برقا. جایی که کار میکردم بکاپ بدری نداشتن، ما اینجا یه دستگاهی داریم انقدر قد خود کامپیوتره، این بهش میگن بکاپ بدری. باتری که همون باتری که ما میگیریم، بکاپ مثل رزرو، یا وقتی نمیدونم به فارسی چی بگیم، بکاپ پشتیبانی، پشتیبانی. مثلا میگه نیروهای فلان بکاپ داره میاد، پشتیبانی. این باتری پشتیبانی که اگه این برق قطع شد، کامپیوتر تا 1-2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت، بعضیاشون انقدر بزرگن جنراتور روشن میشه، گازی فلان اینا کار کنه. شما میتونید بخرید تو خونهاتون بذارید. دیدم توی بست بای، توی سل هست، تو بعض وقتا توی سل میارن ارزونش میکنن، حراج میذارن. بله خانم شایسته، من دنبال اون نامه‌ای میگردم که شما برای من فرستادید و من اجازه گرفتم که در برنامه بخونم، ببینم میتونم پیداش کنم، اگه نه که یک وقت دیگه‌ای. و این ویدیو دوستان خیلی جالبه، ای کاش یه نفر زیرنویس فارسی براش درست کنه. میگه که این آقای میگه این مثل این میمونه که همسایه شما به من پول و اسلحه بده و به من بگه برو توی خونه اینها، مثلا اینا رو بکش، سگشونو بکش، فلان اینها، شما چه احساسی نسبت به من دارید؟ ببین دوستان، از موقع که بر رفت اومد، الان حتی یوتیوب هم اینجوری هی میچرخه، احیانا توی این منطقه یه اشکال بزرگی پیش اومده و به قول خودشون سرورها داونن. من میگم والا اینا به ما میگن اینا سرورن، یعنی خدمتکارن، ولی حقیقتا اینها سروران ما شدن. در هر صورت این رو هم نمیذاره نشون بدم احیانا برای چهارشنبه. و اما جنبش نه به تروریسم و فرقه ها گفته که ما خواستار تغییر رژیم ایران هستیم، از طرفی ستم و استثمار امروزه از طریق فرقه های تروریستی با بربریت، خونریزی، شقاوت بی حد و مرز، با برچسب های ایدئولوژیک تحت رهبری خودشیفتهی به نام خلیفه مسلمین جهان همانند ابوبکر البغدادی، مسعود رجوی صورت می گیرد. فرقه های تروریستی وسیله دستیابی به اهداف رهبران خودشیفته دیکتاتوریست که با نقض حقوق اولیه انسانی اعضای خود می توانند آنها را به حیوانات درنده‌ای تبدیل کنند که بی محابا کشتار کنند، و این جز با شیوه های فرقه گرایانه ممکن نیست. همه تروریست ها مجبورند فرقه باشند. ما با تجارب ده ساله در فرقه تروریستی رجوی برانیم که کمک کنیم جهان از شر فرقه های تروریست نجات یابد. و همین خاطر هم این دوستان و دوستان دیگه برنامه‌ای رو روز جمعه در تلویزیون مردم به شما تقدیم میکنن، حتما جمعه ها ساعت 12 ببینید. اگر نمیبینید در بازپخش هر روز پخش میشه. اتفاقا قبل از برنامه من آقای عیسی آزاده از کانون آوا برنامه داشتن که حالا به این ترتیب، ببینید کانون آوا، سربی، چمنارا، گفتم فیلم چی براتون میذارم، سلام بمبئی، بعدشم آقای ارشاد و یه دو تا فیلم دیگه. سعی میکنیم بین هر برنامه یه فیلمم بذاریم. از یکایی که شما ممنونم دوستان. یک بار دیگه برای اونهایی که نمیدونن سیستم تلویزیون مردم به چه صورت هست، ما اینجا چیز مخفیانه ای نداریم. از طرفی مثل تلویزیون های دیگه نیومدیم گفتیم آقا ما اینجا هر کی زنگ زد گفت 100 دلار به شما میگیم 100 دلار. آقا این یه بیزینس، اصلا به شما مربوط نیست. من جوابگو باید باشم در قبال اداره مالیات بر درآمد و بودم و هستم 30 ساله. اینقدرم آدم خوبی هستم که نگو. و هر کسی بخواد همین جوری که اینجا از اینجا ببینید نوشتم، شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دیگه از این ساده تر من میخوام. انگلیسیتون خوبه؟ Yes, you can have your own program at مردم تیوی too. همچنین میتونید برنامه داشته باشید، باید یه هزینه کمی بدید تا ما بتونیم براتون انجام بدیم. این آقای چمنارا وقتی ویدیوشو درست میکنه، اون خانمه آره من نمیدونم پول میگیره نمیگیره، بیزینس من نیست،
کمک از دولت میگیره نمیگیره، بیزینس من نیست، به من مربوط نیست، من اینجا اینه. آقا ایشون اگه میخواد پخش کنه، تا الان لطف کردن، ممنونم از این بابت. شما باید اون ویدیو رو برای من بفرستید، یه هزینه خیلی کمه. اینجوری بهتون گفتم اینا، همین آقای عزیزان، یکی از این دوستان ناخلف ما که سر آقای دکتر محیط با ما دشمن شده بود، زنگ زد با آقای عزیزان، آقا تو پول میدی تلویزیون مردم؟ آقای عزیزان گفت من که ندارم، ولی بعضیا حمایت میکنن. نه آقا بی، برو فلان تلویزیون، این تیمور لنگ عقب افتاده، مجانی. بعد آقای عزیزان رفت گفت آقا این عجب مادر فلانیه، دوستان گفتن نگو مادر فلان. آقا به اینایی که مادر فلانن چی بگیم؟ دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم. و بذارید بریم ببینیم. آهان، یک ویدیوی برای من اومده بود، Who is Dina Habib Powell and why you should care. میگه خانم دینا حبیب کیه و چرا شما باید براتون مهم باشه. متاسفانه چون مقاله انگلیسی بود همش رو نخوندم. اگر خانم شایسته الهامی لطف کنن این مقاله رو به اصطلاح ترجمه کنن، ما هم در برنامه میخونیم. و هنوز دارم دنبال نوشته خانم الهامی میگردم. ضمناً نوشته نماز مدرن اختراع کشور شما. این رو یه بار دیگه نشون دادیم که پیش نماز یک خانمی بود و خانمان پشت سرش هم بدون حجاب، هم آقایون هم وایساده بودن نماز میخوندن. و اما بله، آقای آریانپور برای آقای بیژن مهر یه نامه نوشته که پتیک لطف کرده برای ما فرستاده. نوشته که بیژن عزیز، با آرزوی سلامتی برای شما خانواده گرامی، در مورد نام خلیج فارس زیاد نگران نباش، چون هر کشوری میتواند نام دریایی که در کنار سواحلش قرار گرفته به هر نامی که بخواهد بنامد. نمونهش دریای مانش در شمال فرانسه است. انگلیسی ها نامش را انگلیش چنل و فرانسوی ها دریای مانش میگویند. اگر ایران علاقمند باشد میتواند بزرگترین ضربه را به اعراب و کشور عراق وارد کند. ایران میتواند به آسانی با لایروبی کردن رودخانه بهمنشیر این ضربه را وارد کند. در منطقه خرمشهر رودخانه کارون به دو شاخه تقدیم شده، بخشی از آن در شمال جزیره آبادان به شط العرب میپیوندد و شاخه دیگرش نام بهمنشیر را به خود داده و از طریق سواحل شرقی جزیره آبادان در حوالی بندر شاپور به خلیج فارس میرسد. با لایروبی این رودخانه، ضمن عریض کردن بهمنشیر، عمق آن را نیز به حدود 5 تا 10 متر در آب جذب برساند. با این عمل ایران میتواند بیشتر آب شط العرب را به جای مسیر فعلی خود که به خلیج فارس منتهی میشود وارد بهمنشیر کرده و نتایج زیر به دست یابد. مقاله مقداری طولانیه، چند تا لینک مختلف داره، اگه مایل بودید یا با آقای آریانپور تماس بگیرید براتون بفرسته، یا به من بگید و من براتون بفرستم این رو. و آقای حسن ماسالی کتاب بحران جهانی و اما عوامل آن را به زبان فارسی ترجمه کردن. من ممنون و متشکرم. و اجازه بدید که ببینم، بله 97 صفحه است، هر کسی خواست میتونه با مبلغ کمی حمایت از تلویزیون مردم بگه من براش بفرستم. اگه نه با خود آقای دکتر حسن ماسالی تماس بگیرید، ایشون احتمالا این کار کردن که مجانی در اختیار شما باشه، ولی ما اینجا نمیتونیم مجانی برای شما کار کنیم. روز و روزگارتون خوش. و بعد از برنامه من آقای سهراب چمنارا مصاحبهش رو ببینید با خانم نوشید، درست میگم؟ بله. و دیگه خودتون، میگم ما اینجا فقط این بلنگو رو در اختیار دیگران میذاریم. حالا اون چیزی که طرف میگه، اگه میگه بیان چلو کباب بخورین، شما هستی که ببینید چلو کباب خوبه یا شما کلسترولتون بالاست. اگه میگه بیاد فلان خوراک رو بخرید، شما ببینید خوبه براتون یا مرض قند دارید و الی آخر. یعنی به قول آمریکایی‌ها پیام آور، نه پیامبرا. نام رسون رو شما نکشید. اون نامه ببینید از کجا اومده، چی نوشته، و شاید تقصیر خودتون بوده که اون نامه امروز گفته باید جریمه بدید. مرسی که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. یک بار دیگه از اون دوستمون عذر میخوام، به خاطر اینکه موقعی که نوار آدیوی ایشون پخش میشد
به اصطلاح برق اینجا دو سه بار قطع و وصل شد و همونجوری که گفتم ما دو تا سیستم داریم، یه سیستم اون وره یه سیستم این وره، باید مطمئن میشدم که برق اون صدا و اسپیکر و اینها هم از اونجاست. اینو فردا درست میکنم. ما همه زندگیمون تجربه کردن، یاد گرفتن و پیشرفت. سعدی دوست خوبمون از شیراز گفته زندگی باید دو بار بشه، این یه بار فایده نداره. تا میخوای یاد بگیری میگن آقا برنش برو، با یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. مرسی که با ما بودید. اگه برنامه اشکالی داشت به خوبی خودتون ببخشید، اشکالات رو به ما بگید، تلاش میکنیم درستش کنیم. ولی اگر برنامه یه چیزی میگه که شما ناراحت میشید، از خودتون سوال کنید چرا ناراحت شدید. اگه سوربی درست میگه خب خودتون درست کنید. اگه سوربی غلط میگه از خودتون سوال کنید چرا باید بیان بشینید پای صحبت یک کسی که همش غلط میگه. برمیگرده دور میزنه برمیگرده به شما. شما 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 روز و روزگار بر شما خوش. آقای سهراب چمنارا، بعدش فیلم سلام بمبئی، بعدش همونجور دیگه آقای ارشاد، بعدش کانون آوا، فیلم دو سه تا فیلم براتون میذارم. مرسی، خدا نگهدار.